بینندگان عزیز با سلام، سلامی به گرمی، چون میگفتم سلامی به گرمای خوب آشنایی. بله، در هر صورت امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید، سر و مر و گنده، و تا امروز تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه. از این لحظه به بعد قول میدم که بهتون خوش بگذره، چون یا از برنامه من خوشتون میاد اومدید اینجا پس بهتون خوش میگذره، یا مریض هستید، مرض دارید و با وجودی که بدتون میاد میایین میشینید نگاه میکنید، بازم اونجوری خوشتون میاد. در هر صورت ما اینجا هر مرضی رو درمان میکنیم، فقط به شرطی که خودتون بگید که دردتون چیه، یا مثل ماجرای ابو علی سینا برید زیر لحاف و یک نخی، یک بندی به پای خودتون، به دم خودتون، به گوش خودتون ببندید و اون رو در دست ما بدید. مثل ابو علی سینا بهتون میگیم که این گربه که زیر لحافه گوشت لازم داره. امروز باز با این همشهری عزیزمون آقای جمشید خان یکم کلکل کردیم. جمشید جان، من از سال 1998 دارم این کار رو انجام میدم، با خیلی از شما با سوادتر، بی سوادتر، دانشمندتر، لادتر سر کله زدم. اگر قرار بود بیدی باشم که به این بادها بلرزم، عزیز من رفته بودم دیگه. شما ببینید، مثلا شاه شما با یک آها در رفت، با یک اوهو بیچاره فوت شد. پس اون نشون داد که بیدی بود که با باد خمینی لرزی ترسید رفت و مرد. حالا شما برو آقا دنبال کارت، برو بشین همون ویدیوهای خانم حاله رو تماشا کن، برو پولاتو بده به تلویزیون ایران آریایی. یه روزی آقای وطنخواه شد پادشاه، شما هم اونجا آفتاب بیا، ببخشید چی میگفتند، آبدارچی چیزی بشید توی دولت پادشاهی اونها. خب از پادشاهی ها بیاییم بیرون و بهتون بگیم که امروز همونجوری که روی صفحه میبینید 19 آگست 2016 است. امروز داشتم یک کمی با این صفحه مردم ریپورت خودمون کار میکردم و یادم افتاد که این دوست ناخلف ما وقتی که قرار شد بره گفت که من مریضم و دروغ گفت و اینها، بعد گفت که ضمناً از طرحایی که من دادم شما نباید استفاده کنید. بهش گفتم آخه بی شرف، شما چه طرحی دادی؟ بنویس کدومش مال تونه. در صورتی که همین الان اون بالا رو که نگاه میکنید وبسایت خودش، اون جیف یا جی آی افش رو من از دوستم محمد علی پرسیدم سالها پیش و به این احمق یاد دادم. چیزی که هست وقتی شما اون یاد دادم توی وجودتون باشه، توی خونتون باشه، خوشحال میشید. ولی این احمقایی که با یک کلمه که میدونن فکر میکنن که دنیا رو گرفتن، یک کتاب که میخونن فکر میکنن دیگه دانشمند شدن، ذاتشون اینه و هیچ کاری هم نمیشه کرد. چهارشنبه گذشته یعنی دو روز پیش یه برنامه بسیار خوبی رو با آقای یزدان خداوندلو داشتیم. اگه ندیدید حتما برید روی فیسبوک، توی مردم تیوی دات کام هست، توی مردم قد دیگه این چیزا قاطی شده آدم نمیدونه کجا به کجا، روی فیسبوک مردم تیوی هست نگاه کنید. الان دارم صحبت میکنم، دوستانی که از روی فیسبوک ما را تماشا میکنید لطف کنید، من الان به شما نشون میدم، شما هم یک کمی بابا معرفت، یک کمی شعور، یک کمی آخه چقدر مفتخوری میخوایم بکنیم. مفتخوری همش این نیست که یه چیزی رو مفت بهمون بدن ما هم کل کل گاز بزنیم و بخوریم، این هم مفتخوریه. در صورت این میبینید اینجا سوروی چشاشم بسته که بتونه هر چی دلش میخواد به جمشید فوش بده. اینجا این زیر نوشته شیر، اون وقت شما مال شما ممکنه فرق کنه، مال من اینجا نوشته شیر آن یور تایملاین، برای که من چند تا چیز مختلف دارم. ما هم اینجا بله می‌نویسیم بفرمایید سوربی با مردم، بفرمایید. دارید ببینید یا نمی‌بینید؟ یه بار دیگه بهتون نشون بدم، بفرمایید. چقدر ما یاد شما بدیم. بعدم می‌زنید پست، این که پست کردید قرار هست که حالا وقتی که توی صفحه سوربی بله نوشته this has been shared، نوشته این رو ما با سوروی هم در میون گذاشتیم. ببین الان اومد اینجا،
حالا این چی شد؟ من جون از بدنم در رفت، مردم، دوستان میفهمن من چه برنامه‌ای رو دارم نگاه میکنم. خب بفهمن. اگر شما کاری میکنید که بهش افتخار نمیکنید، چرا اون کار رو انجام بدید؟ این که میشه مثل دزدی. اینجا هم یادم رفته بنویسم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از بس امروز نشستم کلکل کردم به این جمشید نادان، حالا کارام عقب افتاده. میبینید حتی وقت نکردم که کت و شلوار بپوشم. حقیقتش اینجا گرمه، کت و شلوارم نمیخواستم بپوشم، ولی منتشو میذاریم رو سر آقا جمشید. این ما ایرانی ها دوست داریم همیشه اشکالات خودمون رو بندازیم گردن اینها. این چقدر چرا اینجوری شده؟ آه همه رو من نوشتم، بی خود نیه اینقدر کوچولو شده بابا. ببین وقتی آدم عصبانی میشه تمام کاراش غلط میشه، خراب میشه. پس باید خونسرد بود و کارها رو درست و راحت انجام داد. یه دوستی ما داریم آقا رضای مرحمتی، ایشون شاعر هستن و گهگاهی هم توی برنامه لطف میکردن، تماس میگرفتن، زنگی میزدن، شعری میگفتن، ما هم پخش میکردیم. ولی الان مدتی از مشغول هستن، بچهشون به سلامتی دکتر شده و کار خونه و زندگی و اینها. و ما ایرانی ها عادت داریم بچه ها که بزرگ میشن مشکلاتشون بزرگ میشه، رهاشون نمیکنیم، بگیم بابا بزرگ شده دیگه میتونه خودش پرواز کنه، هی همینجوری باهاشون میریم دست و پای اونها رو میگیریم. خب البته خود من هم اینجورم. در صورت این آقا نوشته بود که شیرازی ها چنین و چنان. بذارید براتون بخونم، اصلا امروز میخوام اگه بشه این پرونده تودی رو ببندم بیام سراغ آقای مرحمتی ببینم کجاست. بله ایشون اینو نوشته بود: میدونید چرا شیرازی ها حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارن؟ چون سعدی میگوید یا میگفت برو کار میکن، مگو چیست کار، ولی حافظ میگوید بنشین بر لب جوی، البته بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. این قسمت شما غلط نوشتین، یا به قول خودتون نوشته بودید که یک احمقی یک غلطی کرده، منم فرستادم، اون احمق غلط نوشته. و اما ما گفتیم بذار ببینیم بابا چرا اینقدر میگن اسپانیا خسیسن، شیرازی ها تنبلن، بریم یک کمی تجسس تفحص. میگفتن چی میگفتن؟ اینجا میگن سرچ راحت، ببینیم چه خبر دنیا. رفتیم و امروز اینو پیدا کردیم. اتفاقا فکر کنم یک خانومی از شیراز این رو نوشته. نوشته آیا ما شیرازی ها واقعا تنبلیم؟ اینو قبلا هم من خونده بودم ولی حالا براتون میخونم. تنبلیم و حافظ و سعدی و ملا صدرا و قاآنی و شوریده شیرازی و عباس دوران و دکتر نمازی و دکتر خدا دوست و و و که هر کدومشون به نوبه خود اوجوبه‌ای هستند را به جهان معرفی کردیم. تنبلیم و ساعتها می نشینیم و سالاد شیرازی رو به اون ریزی، با اون حوصله، با اون همه زحمت درست می کنیم. تنبلیم و فالوده شیرازی رو که یکی از خوشمزه ترین دسرهای ایرانیه درست می کنیم که در همه جای دنیا به اسم شهرمون شناخته میشه و هنوز هیچ غیر شیرازی نتونسته پالوده رو اونجوری که توی خود شیراز تهیه می کنن تهیه کنه و درست کنه. اینو فقط اونهایی درک می کنن که یک بار فالوده بستنی پشت ارگ رو مزه کرده باشن. تنبلیم و خاتم رو که یکی از پرزحمت ترین و سخت ترین صنایع دستی ایرانه با ظرافت مثال زدنی می سازیم. تنبلیم و باغ ارم و عفیف آباد و دلگشا و جهنما رو داریم ببخشیم که معماری و آرایش گیاهانشون بی نظیره. تنبلیم و شهرمون شهر گل بلبله. تنبلیم و شهرمون پاکترین شهر ایران است. تنبلیم ولی با پشتکار پزشکای شیرازی قطب پزشکی ایرانی. تنبلیم و قطب ایرانی. تنبلیم و 70% نیروی متخصص در پارس جنوبی از این دیارند. تنبلیم آیتی الکترونیک و هزار نمونه و مثال دیگه. شمایی دوست عزیز
که میشینی و با مغز معیوبت ما رو تنبل خطاب میکنی. مواظب خودت باش، اگه یه روز تنبلیمون رو کنار بگذاریم و یه تکونی به خودمون بدیم، کل موجودیتت رو باد میبره ها. از ما گفتن بود بابا بی خود نبودی. من به خدا آقا رضا نوشت آقا چرا اینقدر ناراحت شدی، من تا آخر این رو نخونده بودم، ولی خوبه براش نوشتم که آقا رضا این رو من از روی اینترنت پیدا کردم، من نمیخوام شمایی که رضا هستید تبدیلش کنم به نارضا. ما سعیمون اینه که تازه اونایی که نارضا هستن به یه جوری رضاشون کنیم که بعضی وقتا موفق نبودیم. و اما همین در رابطه با مردمریپورت.com امروز داشتم انگولک میکردم و نگاه میکردم، گفتم این دوستانی که به زور با تقلب میخوان بیان دزدکی یه ویدیویی بذارن توی فیسبوک، منم تا بفهمم ورش میدارم میندازمش بیرون، بیان یک کاری بکنیم. از امروز مثل بالاترین هست که میگه هر مقاله‌ای میخواین بذارید، البته دروغ میگن، هر چیزی با طبع خودشون باشه میذارید. اوکی، هر ویدیویی رو که شما دوست دارید میتونید توی قسمت مردمریپورت.com توی اون صفحه یه قسمت براتون اصلا بذارید نشون بدم. امروز روزای جمعه میگن که ملا نصرالدین به مدرسه نمیرفت، هر وقتم میرفت روز جمعه بود، حالا شما هم جمعه من کشوندمتون به مدرسه و میخوام به زور حقنه کنم یه چیزی رو یادتون بدم. ببینیم که این صفحه مردم ریپورت اینجا چیه، بزنید مردم ریپورت دات کام میارتتون توی این صفحه. هنوزم دارم روش کار میکنم، گفتم من کارم وبسایت و وب پیج دیزاین و اینها نیست، اینها رو به جبر زمان، البته میدونید که میگن احتیاج مادر هر صنعت و مادر هر پدیده‌ای هست، ما محتاج شدیم، مجبور شدیم خودمون این کار رو انجام بدیم. از 2003 بعد اون ناخلف 2006 برای تمام تلویزیون‌های ایرانی نوشته بود، اونها میدونستن ذات ایرانی ها چیه، مخصوصا این جوان هایی که یه نسل از ما جوان تر هستن، هیچ کدوم به این محل سگ نگذاشته بودن. ما احترام گذاشتیم و این آمد و تا 2011 کارها رو انجام میداد. ما یه وقت دیدیم که نه آقا، اصلا ما چنان به این محتاج شدیم که ما رو یاد اون تریاک مجانی انگلستان و اینا مینداخت. در صورت بگذاریم، هرچه بود گذشت، ما امروز اینجا هستیم. مردم تیوی حتی روی یلپ هم هست، میدونید که اون وقتا که یلپ شروع کرد فقط با خوراک و اینها شروع کرد و این آمریکایی‌ها، این شرکت‌های اروپایی اینا فلسفه‌شون از اول همین بوده. شما ببین ما یه جا داشتیم یه مغازه فقط نفت می‌فروخت، یکی بقالی بود، یکی عطاری بود، یکی قصابی بود، یکی نمیدونم چی بود، اینا از روز اولی که شروع کردن جنرال استور داشتن، بعد که پیشرفت کردن کردنش سوپرمارکت. و خلاصه حالا یلپ به مانند سوپرمارکتی، شما هر بیزینسی داشته باشید اونجا شما را پذیرا میشه و با یک هزینه سالیانه ماهیانه، بعض وقتا یه قسمتش مجانی، شما میتونید اونجا به اصطلاح خودتون رو به مردم معرفی کنید. در اصل این وسط اگر میبینید یلپ بین این دوتا. حالا چرا من اینو گذاشتم وسط این؟ من چند روز پیش اگه بتونم اون عکس رو پیدا کنم، عکس خانم دونالد ترامپ رو اینجا گذاشته بودم، عکس تقریبا لختیش، عکس خودم مال برنامه اینجا بود و گویا توی برنامه من داشتم یه چیزی بر می داشتم، دستم اینجا بوده، یکی از این دوستان بیننده های شوخ نوشته بود آقای سوربی چرا دستت رو کردی زیر لحاف همسر دونالد ترامپ. خب منم یه کمی خندم گرفته بود، بعد دیدم راست میگه، عکس اینجوری که بغل هم هست اینه. ما باید یه چیزی این وسط بذاریم، دیوار خودمون رو یه کمی جدا کنیم از دیگران. توی آمریکا میگن هر چی فنست رو، اون نرده دیوار خونت رو بلندتر کنی همسایت بهتر میشه. باورتون میشه هم چیزی؟ بله. خب حالا ما چیکار کردیم؟ گفتیم خب شما که میای مردم تیوی، مردمریپورت.com، این وبسایت رو هم ما همینجوری فعال نگه داریم که اگر کسی خواست یه پورتال خبری داشته باشه حاضریم واگذار کنیم به همین ناخلف واقعا مادر به خود. بدبخت چرا به مادرها فوش میدیم.
بهش گفتم بابا بردو برو، من نمیخوام، من اینو روزی که شما گفتی برای شما باز کردم، ولی این پدر سوخته نمیدونم چه کاسه ای زیر نیم کاسهش هست که میگم نه من نمیخوام ایرانی ها هیچ کس منو بشناسه. دوستان مواظب باشید، این وبسایت هایی که میرید اگه صاحباشو نمیشناسید مواظب باشید ببینید کی هستن، چرا خودشون رو قایم میکنن. در صورت رفت و اون به اصطلاح وبسایت خودش رو گرفت، ما حالا اینجا هستیم. در این قسمت سمت چپ پلیلیست سوربی با مردم، اون چیزایی رو که روی تلویزیون مردم نشون میدیم اینو میذاریم، اینو به عنوان ویدیو آن دیمند روی نوک انگشتان شما گذاشتیم که هر وقت دوست داشتی بشینی از هر جایی نگاه کنی. به این صورت هم هست که شما اینو که میزنی اینجا مثلا نوشته 5 تا ویدیو و شروع که میشه، شما اگه این برنامه سلام به شما، بله اگه این برنامه سوربی رو دیدید اینجا نگاه کنید دوستان، من این ماوس رو میارم بیرون میبرم اینجا که ببینید. این پیدا نیست توی این صفحه، اجازه بدید اینجا رو درست کنم براتون. بله ببخشید، اینجا اینجا اوکی، حالا دیگه رفت اون بر. آره اینجاست، بالای این ویدیو، بالای این ویدیو اینی که میزنی 5 تا 6 تا 10 تا 60 تا ویدیویی که هست اونجا میبینید. و الان شما میبینید آقای یزدان خدابندلو اینجاست، آقای مینوی اینجاست، آقای شبستری اینجاست، آقای ارشاد اینجاست. من امروز گفتم خب بیاین برای بینندگانم یه همچین کاری رو بکنیم، هر کسی دوست داره ویدیویی که دوست داره بیاره بذاره اینجا، و هر کسی هم که ویدیو گذاشت آخرین ویدیو بالا وای میسته میشه اولین برای نشون دادن تا نفر بعدی بیاد ویدیوشو بذاره. خواهشم کردیم روزی یک ویدیو بذارین، اگر زیادتر بذارین و اینها بلاکتون میکنیم. و ببینید اینجاست، مثلا این ویدیوی اولی که این خانم راجع به ماهیگیری صحبت میکنه، ویدیوی دومی خانم بیانسه کنسرتش که 1 ساعت و خورده هست، ویدیوی سومی خانم جنیفر لوپز، و خب بعدم نیست تا بذاریم این ویدیو خانم جنیفر لوپز. این دوست ما کامران گفت آقا به جای ویدیو خودت ویدیو خانم بیانسه رو گذاشتی. گفتم والا به نظر میرسه باستن خانم بیانسه، باستن خانم جنیفر لوپز، باستن خانم کارداشیان از صورت ماها بیشتر طرفدار داره. این یه حقیقت، آدم هم باید قبولش کنه. خب حالا میخواین این خانم جنیفر رو براتون بذاریم همین کنار؟ نه بابا ولمون کن، شما اگه خواستید خودتون میرید نگاه میکنید. در صورت این از این ماجرا، و شما هم میتونید برید اونجا چیز کنید، ویدیو خودتون اضافه کنید، اگر اشکالی مواجه شدید تماس بگیرید و درستش میکنید. پس شد مردمریپورت.com، مردمریپورت.com از سال 2009 به اسم من، به نام من، به پول من خریداری شد، ولی اونای دیگه‌ای که اسمشون نیست، فامیلشون نیست، عکسشون نیست، از خودتون بپرسید چرا؟ این آدم مگه چه کار میکنه که خودش رو قایم میکنه؟ اون چرا شاید جوابی باشه که اطلاعات شما از کامپیوترتون دزدیده میشه، ویروس میاد تو کامپیوترتون و الی آخر. اون چرا است؟ برای اولین بار نیمی از شرکت کنندگان المپیک زن هستند. بلافاصله نوشته در حدود 45%. خب دیگه اگه میگی نیمی یعنی 50%، اگر 45% بنویس 45%، اگه کمتر از 45% بنویس 44%، دیگه در حدود 44% چیه؟ ای خود. و اما ماجرای المپیک داره به پایان میرسه، ولی دروغگویی شناگران آمریکایی باعث خجالت و سرشکستگی ورزشکارا میشه. این چارتا بلند شدن رفتن شبگردی، عیاشی، بعد از کلاب که اومدن همین دیسکویی که من و شما اون وقتا میگفتیم دیسکو، بعدن شد کلاب و بار و اصلا دیگه کسی نمیگه دیسکو. بعد این آقایون میخواستن جیش کنن، چون آمریکایی هستن و سوسول هستن و نازنازی هستن و اینها، و نونو رو پرتوقع رفتن توی پمپ بنزین زدن در دیوار اونو خراب کردن و جیش کردن پشت نمیدونم مغازه و فلان اینها. اونا هم توی ویدیو دیدن آمدن بیرون گفتن چی کار میکنی، اینها رو نشوندن گفتن آقا با پول خسارت بدین، اینا هم دست کردن تو جیبشون پول دادن. بعد که اومدن ساعت 6 صبح 7 صبح آمدن اون دهکده المپیک،
اونجا گزارش دادن که ما سوار بر تاکسی بودیم، یک ماشین پلیسی ما رو نگه داشت، یه نفر با بج یعنی این علامتای پلیس و اینها آمد و کیف پولی ما رو گرفت و رفت. بعد اون پسر دروغگو 32 ساله، داکتی فامیلش نمیدونم چیه، گفته که حتی اسلحه به من گفت که بشین، گفتم من نمیشینم و گفت اگه نشینی اسلحه گذاشت رو پیشونیم، بعد من گفتم من نمیشینم ولی پولمو بگید برو. مرده که اصلا دروغ میگه، مس نشسته توی گستریشن، ویدیوش هست برید نگاه کنید، خلاصه ببینید خدایا این شناگرا، این ورزشکارا، آقای فخ، آقای فرخیان، محمد علی فرخیان، آقای قشوایی، آقای فرجام، آقای پور شکیبایی، واقعا هر جا هستی عمرتون طولانی باشه. اینا چیزایی که ما یاد دادن همش این شعره بود که افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بعد میگفتن که تختی رو بیشتر مثال میزدن، از تختی یاد بگیرید. شما اگه 2 روز اومدید کشتی گرفتید، بسکتبال بازی کردید، وزنه برداری کردید، یکم قوی تر از همکلاسیت شدی، نباید به اون زور بگی، باید اگه اون خسته میشه کتابش رو ببره، شما کمک کنید کتابش رو ببره. اونا اونجوری یاد ما دادن، حالا ما اینجوری ورزشکارای آمریکا رو اینجوری میبینیم. در صورت این از این. و گویا یک خانمی هم توی ایران مدال برنز گرفته، قراره که $3,000 بهش بدن. یک مسئول یک قسمتی گفته که ما به ایشون $10,000 میدیم، همون اندازه مدال طلا. ساعت 4 بعد از ظهر امروز آقای حسن ارشاد از ایران با شما خواهند بود در ویدیوهایی که به صورت خیلی منظم و مرتب درست میکنن و جلسه 93 هست. بهایانی که میگفتن آزادن همه کس بیان صحبت کنن، 93 برنامه ایشون نشسته اونجا داره صحبت میکنه و شماها همه در رفتید، یادتون باشه. و شماها با آقای معینی گفتید که اگر ویدیوهای این رو میذارن ما تفتیش کنیم بعدن نشون بده. منم گفتم که ببخشید نمبر وان هستید شما، گفتم برو آقا دنبال کاره. و اما دوست خوبمون نوشتی که آقای سوربی، آقای ناصر شاهینپر در مصاحبه‌ای، یکی ویدیو گوش میکردم میگو مصاحبه، در مصاحبه‌ای با یک تلویزیونی عقب افتاده‌ای که همیشه میگفت که این خمینی رو کسی نمیشناخت و اینها صحبت کرد، و برای من جالبه که این آقای شاهینپر درست همون حرفی رو میزد که شما میزنی و میگی که برید نگاه کنید بخونید خاطرات رفسنجانی و ببینید اینها از سال 1341 که اون انقلاب سفید شاه و ملت شروع شد و اینها اعتراض کردن. و دوستان یادتون باشه طبق قانون مشروطه اعتراض خمینی درست بود به شاه، میگفت تکلیفت معلوم کن، اگه مسلمونی این قانون درست نیست، اگه مسلمون نیستی بگه مسلمون نیستی تا مردم تکلیفتو معلوم کنن. از سال 1341 شروع شد، 42 15 خرداد این ماجرا به جای رسید که شاه، آقای مینوی هم خیلی قشنگ میگه، میگه شاه به خاطر ترسو بودن و بزدل بودنش خمینی رو به جایی که اعدام کنه و بکشه فرستاد عراق. عراق هم اونجوری، حتی صدام حسین گفته بود بذار من ترتیبش بدم، حالا نمیدونم چجوری میخواسته ترتیبش بده، نگذاشته بود. و بالاخره این شد که میبینید. و این دوستمون میگفت که حالا من نمیدونم این تیمور لنگ با این صحبتی که تو تلویزیون شده دیگه چجوری میخواد از شاه الله یا پول بگیری. گفتم نگران نباش، اینا دست گدایی، بالاخره انقدر زاری میکنه یه کسی آخر شب مسی فلانی بهش کمک میکنه، نگران نباش. از آقای ناصر شاهینپر من یه دفعه دعوت کردم، این دوستانی که یک کمی سنشون از ما بالاتر اینا هست که خیلی با اینترنت و فیسبوک و اینها میونه خوبی ندارن، یا میترسه در برنامه من شرکت کنه و یا هنوز به اصطلاح اون دعوتنامه من رو ندیده. درباره ترسیدن من دیدم این فخرآور که واقعا یک بچه پررو، یعنی
وقتا میگفتن بچه پررو، این خودش اسم خودش گذاشت بود پسرک چی نمیدونم فلان، ما گفتیم آقا همون بچه پررو خودمون هستی دیگه، که شما زندانم رفتی دیگه، تو زندانم عروس شدی دیگه ماشاءالله. و ما دیدیم یه ویدیوی درست کرده درباره شورای ملی و داره میگه که چجوری همین شازده و این دوروبریاش 200 نفر آدم چجوری رأی دزدی میکنن. گفتیم اگه خواستی بیا توی برنامه صحبت کن. و به جان بچه ها میخواستم وقتی آمد بهش بگم که من در رابطه با رفتار با شما شاید یه مقداری تند رفتم و باید مهربونتر باهات بودم، چون شما بچه سوسولی و تحمل حرف رک نداری. ولی این احمق، حالا اولا نوشته ادمین، من نمیدونم نوکر ما نوکری داشت، این فخرآور خودش میرفت تپل چینی، نوشته ادمین، نوشته که بله شما مأمور جمهوری اسلامی هستین. این آقای شکیبایی میگه که کلمه مادر قهبه خیلی بده. بابا جون کلمه ها جای خودشون رو داره. این آدم ادمین که آدم فخرآوره، که فخرآور خودش آدم 100 نفره، این مادر قهوه است. اگه مادر قهوه نبود عزگل، شما بشین برنامه بیل اورایلی رو نگاه کن، توی 100 تا برنامه که باهاش مخالفن میره شرکت میکنه. اگر تحملش رو نداری این آشپزخونه برد گرمه، برو بیرون. یه فیلمی گذاشته استخر خونهشون رو نشون میده، حالا مثل گورش گم کرده رفته تگزاس، اینجا هرچی دوربر مجلس و اینا پلکی دید کسی بهش محل سگم نمیذاره، رفته تگزاس، حتما دوربر اون آقای حسن دایی و عقب افتادهای دیگه ای باشه که از مجاهدین و اینها پول میگیرن. بمانم، این ماجرای این بود. و برگردیم با ناصر شاهین‌پر، اگر کسی دسترسی به ایمیلش یا تلفن نمبرش داره بگید که سوربی ازت دعوت کرده که بیا و در برنامه شرکت کن اگر نمیترسی از ما. این یک. درباره برنامه چهارشنبه داشتم صحبت میکردم و مصاحبه‌ای که، یعنی این برنامه مال آقای یزدان خدابندلو است و من یه موضوعی رو گفته بودم، ایشون گفته بود باشه امروز در این باره صحبت میکنیم. و وقتی که صحبت کردیم ایشون درباره فیسبوک صحبت کرد، من برایشون گفتم مثل که شما قوانین فیسبوک رو نمیدونی. دیگران آمدن روی برنامه، در حال برنامه زنده روی فیسبوک نوشتن که آقا این که میشه سربازخونه و اینها، ولی دوستان بعضی هاشون الان میگن آقا این چیزایی هم که گفته بد نیست. منم نوشتم بله این چیزایی که ایشون میگه برای آدم های 50 سال به بالا خوبه، چون ماها یه احترامی به اصطلاح به همون یاد دادن، خیلی هم دروغ بوده و بد بوده. پاتون رو جلوی باباتون دراز نکنید، نمیدونم بزرگتر هرچی گفت بهش نگید اشتباه میکنه. آقا اشتباه میکنه، آقا ما 2 ساعت نشستیم توی این ماشین، پدر بزرگ من همیگه از این ور برو، ما 3 بار این مغازه رو دیدیم، پدرمونم روش نمیشه جلو پدرش حرف بزنه. خب منی که نباشم باید بگم بابا جون هم پدرت اشتباه میکنه هم تو اشتباه میکنی که به اشتباه این احترام میذاری. بمانه آقای یزدان خدابندلو در صحبتاشون 2-3 بار به این نکته اشاره کردن که ما مدیامون، رسانمون، تلویزیونمون، نشریه‌هامون، همه چیمون عوضیه. مثلا فرانسه یا آلمان اگه یه نامه‌ای می‌نویسی به یه روزنامه ازت تشکر میکنن، حالا یا چاپش میکنن یا نمیکنن، بعض وقتا پولم بهت میدن. ولی مال ما وقتی میفرستی اصلا چی به کیه، و اگه بگی چاپ کنن بهت میگن صفحه 100 دلار، نصف صفحه اینقدر و الی آخر. من به ایشون گفتم ببینید یکی از اشکالای شماها که روشن فکر این جامعه هستید همینه که خودتون رو، کشور خودتون رو میخواید با سوئیس، خود منم یه اشتباه رو میکنم، میخواید با سوئیس و فرانسه و آلمان و اینها مقایسه کنید، بعد تو مقایساتون هم یه طرفه میرید. آقا همین آمریکایی که مدیاش، رسانش اینجوریه، اگه یه کسی میخواد برنامه بذاره تبلیغ برای خودش باشه، برای ایده و عقیدش باشه، باید ایرتایم بخره. ما اصلا خریدن ایرتایم از کی یاد گرفتیم؟ تو تلویزیون ایران شما میتونستی بری از آقای قطبی ایرتایم بخری؟ پس همچین چیزی نبوده. من نزدیکترین مثالی که تونستم بزنم برای آقای خدابندلو این بود که آقای خدابندلو شما که آسیب شناسی فرهنگی میکنی از خودت بپرس چجوریه که یه معلمی
که میتونه بعد از ظهر در ساعات فراغت خودش بره و به بچه ها خصوصی کلاس‌های خصوصی یک نفره دو نفره یاد بده و پول خوبی بسازه، به جای این میره توی کلیسایی توی مدرسه‌ای مجانی به خارجی‌هایی که میان اینجا ESL English as a second language انگلیسی یاد میده. چجوری سوربی که دبیر هنرستان بوده 3 روز در هفته کار میکرده و ما اونجا 6 روز در هفته مدرسه داشتیم، شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه، درسته؟ نه ببخشید، شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 6 روز قاطی کردیم. خب ما چون دبیر بودیم، دبیرا مثل معلم مدرسه دبستان و اینها نبود، مدرسه راهنمایی نبود، اینها 24 ساعت باید درس میدادن. اونایی که مثل من جوان بودیم و تازه بودیم، اونایی که تجربه زیادتری داشتن سالهای زیادتری میشد 22 ساعت 20 ساعت 18 ساعت اگه اشتباه نکنم بعضیا 16 ساعت. من چون تو هنرستان تدریس میکردم، هنرستان 7 صبح شروع میشد تا 2 بعد از ظهر و این 7 ساعت معمولی 8 ساعت درسی حساب میشد، چون ساعت درسی 45 دقیقه است. اوکی؟ و ما چون 3 روز پشت سر هم میرفتیم، 3 روز دیگه تعطیل بودیم. میتونستی بری رانندگی کنی، میتونستی بری مغازه داشته باشی، میتونستی بری لاستیک خرید و فروش کنی، میتونستی بری عملگی کنی، هرچ. چجوریه که سوربی بلند میشه وقتی هم که بنزین کوپنی بوده و گیر نمیاد، با دوچرخه‌ای که خریده بوده 200 تومن را میفته میره کوهنجان، نمیدونم 20 کیلومتری 30 کیلومتری، اونجا به بچه ها درس میده. هفته دوم هم که میره میبینه آقا این باید بچه ها براشون آب نبات بیاری، خورما بیاری، نون بیاری، کتاب بیاری، قلم بیاری تا اینا درس بخونن، و اینا گرسنه هستن حواسشون. وقتی تو میگی بابا نان داد، این بدبخت عکس نون میبینه تو مغزش و اون دهنش ترشح میکنه، دیگه مغزش با تو نیست. اینو برای من شما توضیح بدید آقای خداوندلو، که آیا سوربی هم باید میرفت کلاس خصوصی درس میداد که مامان اون بچه بابای اون بچه برای شربت و چایی و اینها بیاره، یه پول خوبم بسازه، همش پوله، یا نه به قول خودتون آرمانگرا هستی، میری دنبال عشقت پشنت. بابا اینجا ما داشتیم، این آقای کوروش بود، حالا قهر کرده از ما، همه اینا قهر میکنن. آقا چرا قهر میکنی؟ خب من نظرمو میگم، تا بیا نظرتو بگو. این با خانمش که دوتاشون فکر کنم درآمدهای خوب و پولساز داشتن، ول میکردن میرفتن وای میزدن تو آشپزخونه سوپ درست میکردن میبردن برای اینایی که کنار خیابون هستن گرسنه هستن سرما اذیتشون میکنه، بهشون خوراک میدادن. آخه اینو چجوری شما میتونید تعبیر کنید تفسیر کنید؟ اشکال شما اینه که میای اونجایی که طرف آشپزخونه رو گذاشته، موادم گذاشته که شما بیاین آشپزی کنید ببرید بدید به بیچاره ها، میای میگی من سر آشپزم پول میخوام. اون میگه آقا من اگه میخواستم رستوران باز کنم که خودم هم اینجا وای نمیسادم. سوربی اگه میخواست به کسی پول بده که برنامه بذاره اینجا، خودش هم که نمیواد اتوبوس مجانی، تلویزیون مردم، راننده مجانی، سوربی در اختیار شما بذاره و به شما بگه فقط پول سوخت رو پرداخت. در صورت منتظر هستیم تا یه برنامه خوب دیگه هم با آقای یزدان خداوندلو داشته باشیم. و اما بریم، نوشتم که برای خودم امروز بیل کلینتون 70 ساله شد و برای من صبح فرستاده بود تبریک براش بگو، من براش تبریک فرستادیم، بعد نشد حالا 5 دلارم بده. می‌خواستم بگم بابا جون ما که نمی‌دیم کیک بخوریم که 5 دلار هم براش چی بخریم. بعد این بیل کلینتون حالا دیگه احتیاج به 5 دلار من داره، احتیاج به 10 دلار من داره. خب برید یه کوفته کیک کوفتی براش بخریم. سمد آقا میگه یه کیک کوفتی بخریم بذارین جلوش بخوره دیگه. ولی در همین رابطه میگفتن که خانم کلینتون اگه رئیس جمهور بشه، سعی میکنه یه سری پیرزن رو به عنوان اینترن بیاره. حتما فیلم اینترن رو نگاه کنید با رابرت دنیرو، نگاه کنید ببینید که این کسی که بازنشسته شده بعد 35 سال 40 سال کار، حوصله‌اش سر میره تو خونه از بازنشستگی و میگه چیکار کنم. یک آگهی رو میبینه که گفته بوده
اینتر این دوره کارآموزی اینجا رو میگن اینتر، من ترجمهش به فارسی چی میگن، معمولا هم مجانیه، بعضیا میگن که یه پول کمی بهتون میدیم، بعضیا حتی حقوق هم بهتون میدن، ولی شما میری از دانشگاه اومدی، از مدرسه اومدی، یاد میگیری که مثلا تو دفتر وکیل، تو دفتر دکتر، توی کاخ سفید چگونه کار کنیم. البته باز یه تیشرتی تن یه آقای بود که طرفدار ترامپ بود، نوشته بود هیلری کلینتون ساک، بعد مانیکا ساک بده، اونایی که انگلیسی بلدن میدونن یعنی چی. نجب جونو برای حسن اینا. در هر صورت دارم بهتون هشدار میدم، یه وقت اگر خانم کلینتون رفت تو کاخ سفید مواظب اینترن باشید. خلاصه اون آقای رابرت دینرو به عنوان اینترن میره توی شرکت کار میکنه، فیلم قشنگی هست و اینها، و حالا شاید به همون خاطر هم خانم هیلری کلینتون میخواد اینترنای پیرو پاتال رو بیاره که دیگه مانیکا لوینسکی و نمیدونم کلینتون اینها یه وقتی با هم دیگه کاری نداشته باشه. خب از شوخی که بگذاریم بیاین سراغ جدی. من دیروز دو تا کار ویدیویی داشتم که باید مینشستم اینها رندر بشه. رندر یعنی وقتی شما ادیتینگ و اینا همه رو انجام دادی، حالا از اون دستگاه ادیتینگ بهش میگی خب حالا برو اینو برای من بعد از چاقو و قیچی و اینها بذار، اون اصلیش اینجا نگهدار، کات شده و درست شدهش اینجا نگهدار. بعضی وقتا طول میکشه برای که کوالیتی بالا باشه، رو هزار نمیدونم مثلا 24 و اینها طول میکشه. این فاصله که طول میکشه، من تو این کتابا، همین کتابایی که مخصوصا دوستان لطف کردن فرستادن، نگاه میکنم یه کتابی رو برمیدارم میرم بیرون میشینم، بیرونم خیلی گرمه ولی اب نداره، ما تو این اتاق مجبوریم اینجا رو مثل زمهریر خنک نگه داریم که کامپیوترها گرمشون نشه، خودمون استخون درد میگیریم، بدن درد میگیریم، گاهی وقتی گرما بد نیست. این کتاب رو که حقیقتش درست یادم نیست، فکر کنم یا خود نویسنده یا این دوستان از مریلند اینا که چاپ کردن برای من فرستادن، شرکت نه شرکت کتاب سامتینگ، اجازه بدید، بله ایران بوکس اینک یا ایرانبوکس.com. این کتاب دوستان بازنگری در تاریخ و قاجاریه و روزگار آنها. این آقا که عکسش اینجاست کلیم میکنه، مدعی است که آخرین بازمانده قاجار هست، نوه اینجا توضیح میده که نوه کی هستم و نوه کی هستم و اینها، عکس جد و پدر بزرگ و پدرش و اینها رو اینجا گذاشته و توضیحاتی میده. دیدید ما همیشه میگیم که به یک جا به یک کتاب، اصلا اشکال اینایی که با قرآن میخواد آدم بکشه، اشکال اونی که با تورات میخواد همه رو بکشه فقط خودش تنها بره بهش، اشکال اونی که با انجیل میخواد همه رو بکشه. بله شما این نگید نه انجیل میگه بزن تو این گوشم، منم میگم او بزن تو این گوشم، برید ببینید کجاش نوشته بزنید بکشید، تا اینجا باید خون بشه که نمیدونم مسیحا بیاد تو اینها. اشکال همون یک کتاب خوندنه. وقتی یک کتابی رو میخونید شما که آقایی مثل مهدی شمشیری الدنگ اینو نوشته، مثلا میاد همش تعریف‌های دروغ میکنه، دروغ میگه که نمیدونم اولین دانشگاه رو این باز کرد، اولین مدرسه رو این باز کرد فلان، اون وقت شما این کتابو که بخونی میبینی این دوستمون هم خیلی از اونوری اول کرده، اون وقت شما یکم چی میکنی که بابا مدرسه امیرکبیر رو نمیدونم این آقای مدرسه دارالفنون رو در زمان امیرکبیر درست کردن و اینها، و این کتاب جالبیه، من دارم میخونمش، ولی اگر کسی مایل باشه این رو بخره بهتونم بگم خیلی صفحه داره، اجازه بدید بگم چند صفحه هست، تا 530 رو من اینجا میبینم، 534 بله A Review of History، این برش انگلیسی، فقط البته فارسی ها، فقط اون چیزش رو انگلیسی نوشتن که اینا رو بتونن تو کتابخانه مجلس اینجا کنگره آمریکا به ثبت برسونن. بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان، اگر کسی این رو خواست در آمریکا
ممکنه 10 دلار 20 دلار شما بتونید بخرید، ولی اگه خواستید از تلویزیون مردم 50 دلار براتون پست میکنن توی آمریکا و کتاب خوندنیه. یک کمی هم شاید کشش بدم تا براتون پست کنم، چون این اولاشو مخصوصا میخوام بخونم. و خود این آقا قشنگ گفته که بله، اگر قاجار در دولت رو باز نکرده بود به روی کشورهای خارجی، این هنر و صنعت و اینها نمی اومد تو ایران. بعد میگه در دوره قاجار اولین دانشجویان رو فرستادن خارج. البته خودش میگه، میگه اشکالی که به قاجار میگیرن اینه که اینها پول نداشتن و قرض میگرفتن و میرفتن دولت، میرفتن کشورهای دیگه خوشگذرونی، ولی همین رفتن خوشگذرونی ها باعث شده نمیدونم پیانو بیارن ایران، دوربین فیلمبرداری بیارن اینا و الی آخر. از طرفی راجع به از دست دادن قسمت یا قسمت‌هایی از کشور ایرانم صحبت میکنه، میگه شما همش این قسمت رو دیدید، ولی ایران چنان ضعیف بود اگر اونا رو از دست نمیداد ممکن بود همش برباد بره. من به همسرم، به دخترم، به پسرم یاد دادم، گفتم اگه یه جایی اینجا برای 3 دلار یه دم میکشنت، 3 دلار تو جیبته، یه نفر میاد میگه کیفتو بده، اگه گفتی نمیدم حالا برای گواهی نامه رانندگی، برای کریدیت کارت، برای کارت باشگاه، برای کارت مدرسه، آقا میگه خب نمیدی، یه تیر بهت میزنه میمیری، کیفت ازت میگیری. یادشون دادم، گفتم اینو تو کلاسای چیز یاد میدن، گفتم این کیفو در بیار، شما بهش بگو این کیف مال شما، پرتش کن اونور، پرتش کن اونور، این که میره اونور شما فرار کن برو از این طرف. خلاص این میگه که اگر ایران کیف پولیش رو نداده بود جونش هم از دست میداد. چقدر درسته نمیدونم، شما هم بخونید با هم کلکل کنید. و اما بریم سراغ پرونده امروز که خیلی هم بزرگه. پاینده ایران سروران گرامی، با درود، بیانیه حزب پان ایرانیست در ارتباط با جنگنده های روسیه در پایگاه هوایی نوژه همدان، با مهر حقدادی. این دوستان پان ایرانیست، دوستان جبهه ملی، دوستان حزب مشروط خواهان، باورتون میشه من حداقل 100 بار ازشون پرسیدم این حزب شما اساسنامش چیه، مرامنامش چیه، چند نفر عضو دارید؟ هر کدومشون به یک دلیلی از اون آقای بهمن زاهدی گرفته تا این دوست اون آقای کیانزاده کیه دکتره، به یک دلیلی در میرن و جواب نمیدن. دوستان شما اگر خجالت میکشید که بگید ما عضوی نداریم، مثل اون جوکه بود، پسر به دوستش گفت ما داریم میریم، گفت ما کیه، تو که خودت تنها هستی، گفت خب منم و سایم فلانم و فلان میشیم 4 نفر. دوستان اگه خودتون تنها هستید برای که نترسید تو کوچه پس کوچه ها، بله بگید 4 نفریم، ولی به دوستتون نگید من و سایم فلانم و فلانم. برید یاد بگیرید چگونه این گراس روت موومنت ها رو از اول از پایه. یه دوستی به نام ناصر پل که اون روز من گفتم، نوشته بودم این آقام اینجوری گفته بود، بعد نوشته بود آقا من عذر میخوام از شما، من منظورم این نبود، منظورم این بود که گله نکنیم که جوانان سرخورده بشن و نیان. اولا من میخوام از شما سوال کنم، واقعا شما تو اتاقای پلتاک که میرین جوانان میان میشنن با شما صحبت میکنن، یا جوانان دیروز و پریروز؟ گول خودتون نزنید. حالا حزب پانیرانیسم آمده، پانیرانیسم نهضت ضد استثمار، ضد استعمار، ضد استبداد. اولا این ماجرای هواپیماهای روسی در پایگاه همدان، یه بار میگن درسته، یه بار میگن دروغه، یه بار خود ایران که میگه دروغه خبرها در میاد که هست. خدایا واقعا این داریوش کوروش اگه یه حرف درست زدن، اون گفتار نیک پندار نیک، اینا رو بریز تو سطل آشغال، همین که ما رو از دروغ نجات بده. چون شما اگه دروغ نگی دیگه گفتار بدی نمیمونه، همین کار بدی نمیمونه، دروغ نمیگی، همه این ماجراها سر دروغه. در صورت برید وبسایت ها رو نگاه کنید، یک میگه اینجوری، یک میگه اونجوری. هم میهنان باور دیگر، جمهوری اسلامی با واگذاری پایگاه هوایی جهت استفاده جنگنده های روسی، ملت ایران را غافلگیر و کشور را
با چالش جدید روبرو شد. این واگذاری در شرایطی صورت می‌گیرد که قرارداد همکاری نظامی شفاف بین ایران و روسیه وجود ندارد و تنها بحران سوریه عامل این اقدام معرفی می‌گردد. من از دوستانی که عضو حزب پانیرانیست هستند خواهش می‌کنم بیاین تو برنامه یه مقدار راجع به حزبتون بگید. این همون حزبیه که اون آقای پزشکپور بود، کی بود، بنده خدا داد و فریاد زد تو مجلس که بابا جون بحرین رو ندید و فلان، اینها امروز به کجا افرستیده؟ توی ایران شما قانونن میتونید کار کنید، نمیتونید کار کنید؟ یه مقداری توضیح بدید. به قول آقای فیلاوی تو اول بگو با کیان دوستی، پسانگه بگویم که تو کیستی. میگه که به من بگو کجایی، چه کاره هستی، کی هستی، بعدن ما تصمیم بگیریم. و اما چند روز پیش فکر کنم همون چهارشنبه شب بود که این خانم جیل، فامیلش هم آلمانیه یه جورایی، اجازه بدید، جیل استاین، تو آلمانی میدونید که ای آی یا ای ای که می نویسید اینجوری خونده میشه، جیل استاین که نامزده یا کاندید رئیس جمهوری است از حزب گرین، حزب سبزها، آمد و صحبت کرد. ما دیدیم حالا که ما بلا تکلیف هستیم و نمیدونیم کدوم حزب رأی بدیم، یه سینه میگیم رأی نمیدیم، باز میگیم خب حالا حیفه توی آمریکایی که همه دنیا خودشونو قلقم میکنن که برستن اینجا، حالا اینجا ما که میتونیم رأی بدیم رأی ندیم. بعدم میبینیم بابا اینم همون افتضاحه، همه آمریکا 330 میلیون منتهی میشه به دو نفر، به شما میگن یا به ای بده یا به او بده، دوتاشون هم دوز، دوتاشون هم خاطی. همین امروز باز هافینگتون، البته نمیدونم این مال قدیمیش بود برای من فرستاده بود داداشم یا جدید بود، در رابطه با دروغهای دونالد ترامپ و اینکه این اصلا پول نداره، حالا دیگه به روش این اومده میخواد کلا سر مردم بذاره و تا الان چند میلیون دلار از مردم جمع کرده، به خودش و زنش و دخترش و پسرش و اینا داره حقوق میده ماهیانه برای همین شرکت کردن. در هر صورت توی آمریکا دوستان 5 تا حزب یا پارتی هست، دموکرات ها، ریپابلیکن ها، دموکرات ها که همون معلومه دیگه دموکراسی و اینها منظورشون، ریپابلیکن ها جمهوری خواهند، لیبرتریان هست، گرین پارتی همون حزب سبز هاست و کانستیتوشن پارتی همون به اصطلاح قانون اساسی، که شما اینجا نشون میده، میگه که اینا تو این چند روز گذشته چگونه بودن، ریپابلیکن ها این بالا بودن، دموکرات ها این پایین، به موازات هم تقریبا داشتن مثل آب شنا می کردن، گرین و لیبرتریان و کانستیتوشن این پایین بودن، ولی ببینید 17 که چهارشنبه بود که وقتی برنامه آمد یه دفعه اینجوری رفت بالا و اومد پایین. این دوستمون میگه که نمیدونم چرا امروز آیپاد من مرتب قطع می شود، سعی می کنم پخش مجدد را ببینم. اگه صدای منو می شنوی دوست عزیز، مودمت رو یه خاموش روشن کن، یا اگه صفحه های دیگه‌ای باز هست با آیپاد اونا رو ببند. بعضی وقتا من و شما مخصوصا وبسایت های ایرانی رو نگاه میکنیم، این وبسایت های ایرانی همونجوری که گفتم خیلی هاشون، ببخشید اینو میگم، مثل همون مادر قهبه هارومزاده، اینا افرادی که پشتشن شما نمیشناسی کی هست، اینا هزار تا بلا به سر کامپیوترت میارن. کامپیوترهای شما هم ممکنه مثل مال ما اینترنتش بیزینس نباشه، ما 10 تا کامپیوتر رو اینجا میتونیم به اصطلاح اینترنت نه آنتی ویروس و آنتی مالور و آنتی نمیدونم کوفت و زهر مار داشته باشیم. در صورت پیشنهاد میکنم این کار انجام بدید، اگرم نه که بعدن در قسمت یوتیوب یا در قسمت تکرار تلویزیون مردم یا در قسمت فیسبوک مجددن ببینید. گاهی وقتا چون آیپاد با سیم وصل نیست و بی سیم هست، جایی که شما نشستی ممکنه اینجوری باشه، جا تو عوض کن. اگه نشستی تو آشپزخونه برای برنامه سوربی، قشنگ برو بشین تو فامیلی روم، پاتم دراز کن، یک لیوان آبجو یا یک گیلاس
چایی یا یک این کلمه گیلاس و گلاس و لیوان اینا همش یکی. در هر صورت اینم هوشنگ عزیز که شیرازی هم هست، به به دیگه، نور علی نور. بله، ولی همین خانم جیل که آمده اینم از حالا باز پول 5 دلار و 10 دلار اینها میخواد، ناگفته نماند. تشکر میکنم از دوستمون آقای علیرضا سلیمانی اگه اشتباه نکنم و دیگر دوستانی که من دیروز صبح به خاطر اینکه پریروز برنامه این خانم رو دیدم و فکر کردم چیزایی که میگه بهتر از اون دوست دوتاست، گفتم حالا که من نه به اون رای میدم نه به این رای میدم، اقلا برم به این رای بدم. یه دفعه دوستان ریختن نوشتن آقا اینم همچین آدم صالحی نیست، این اولا با وجودی که دکتره مخالف واکسیناسیونه، دومن یه چیز دیگه هم که در چیز منفیش هست نمیدونم درسته الان یادم رفته، ولی دوستان 12 قسمت نوشتن که هر کدومش مهمتر از اون یکی دیگه است و بار دیگه من تصمیم گرفتم که نه قوم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون. درست همون جوری که نه قوم رفتم نه کاشون رفتم نه شیراز موندم، اومدم آمریکا، همه این انتخابات رو باید به دست فراموشی بسپاریم تا طبق گفته جورج کارلین اون کمدین واقعا عالی، اون وقت بتونیم ایراد بگیریم. شمایی که امروز میری به ترامپ رای میدی، فکر کنم مثلا آقای بابک هروی طرفدار ترامپه، شمایی که امروز میخواین به هیلری کلینتون رای بدهید، فردا شما حرف نمیتونید بزنید، شما رفتید رأی دادید به اینا. من و دیگران میتونیم بگیم که حق ما خورده شده، ما نماینده‌ای نداریم، همون روز داد زدیم و فریاد زدیم، هم امروز داد میزنیم و فریاد میزنیم. این رو از جورج کارلین یاد گرفتن، میگه طرف میگه شما اگه رأی ندی حق نداری انتقاد کنی، برعکس اونی که رأی داده باید خفه خون بگیره تا 4 سال دیگه، چون اشتباه کردی، حالا صبر کن 4 سال دیگه دوباره برو رأی بده. ولی اونی که رأی نداده فریاد میزنه که نماینده من ندارم، شما هم نماینده من نیستید. آفرین به این جورج کارلین. هوشنگ شیرازی صدای منو شنید. چجوری شنیدی؟ اینجوری قطع و بست مثل بره بابا کردم یا درست شنیدی؟ خب هوشنگ جان برو اون صفحه مردمریپورت.com را هم نگاه کن اگه دوست داشتید، فکر کنم میشه فقط ویدیوهایی رو که یوتیوب هست بذارید، برید موزیکای آقای معین رو بذارید، کنسرت نمیدونم هایده رو بذارید، ولی لطف کنید هر کدومتون یکی اجازه بدید دیگری هم بیاد یه ویدیو بذاره و به این صورت یه گلستانی درست کنیم، هر کسی سلیقه خودش رو اونجا نشون بده. ببینیم حالا ما این درو باز گذاشتیم، شما به درستی ازش استفاده میکنید یا منم باید یه اساسنامه 14 ماده‌ای مثل آقای یزدان خداونده رو بنویسم، یه ادمین چاق و توپلم استخدام کنم، یه گرز توپلم بدم دستش تا بیاد بزنه تو سر من و تو سر شما که ما نشون دادیم بدون تو سری آزادی ما نمیفهمیم. خب دوستان یادتون باشه من هرچی میگم هی میگم ما، یعنی منم جزء شما هستم، من مثل تلویزیونای لس آنجلسی نیستم بگم مردم ناسپاس، مثل خانم مهستی نیستم ای مردم ناسپاس ای بچه مولوی، اینا خودشون فکر میکردن تافته جدا بافته هستن، خودشون میفهمن و شما نادان هستید. من وقتی میام به شما میگم من و شما باید بریم حزب خران رو تأسیس کنیم، من وقتی به شما میگم کارمون خیلی خرابه، میخوام دهن گشاد افرادی مثل جمشید همشهری رو ببندم، بهش میگم آقا تو درست میگی، تو کار درسته، برو دنبال همون کون خانم حاله، منو ول کن، من کارم خرابه، من میخوام با این هوشنگ شیرازی که کارش خرابه، با علی ترابی که کارش خرابه، با دیگران در این حزب خران عرعر کنیم و خوش باشیم. چی بگیم والا دست از سرمون بردارن. آقا از اون ور آبها و اقیانوس آمدیم این و اینجام ولمون نمی کنیم. خب یه دوستی برای من نوشته بود که آی سوربی من دارم میام آمریکا، اون شرکتی اون مؤسسه‌ای که ما رو کارامون انجام داده و میفرسه اینجا، گفته شما کسی رو اونجا میشناسید که کمکتون کنه؟ گفتم ببین من اولا تو ویرجینیا هستم،
من نمیدونم شما میخوای بری تگزاس، شما میخوای بری کالیفرنیا، و یه چیزی رو بدون رودرواسی، بدون دروغ بهتون بگم. اینجا هر کدوم از ما اینقدر برای خودمون گرفتاری درست کردیم، چه خواسته چه ناخواسته، که احتیاج داریم دیگران بهمون کمک کنن. شما نباید از کسی انتظار داشته باشی. اگر کسی کمکت کرد بهش بگو ممنون، متشکرم. اینجا هم رسمه، میگن خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتی، Thank you for your time. ولی اگر کسی کمک نکرد دلخور نشو ازش، خودش بنده خدا مونده. تازه شماها که میای که 17 ماه 6 ماه دولت بهتون حقوق میده، فود استمپتون میده، خونتون میده، بیمتون میده، شماها باید کمک کنید به افرادی مثل سوربی و دیگران که الان دیگه بابا بزرگم شده. ولی آقا این بابا بزرگی، خانم ها، این بابا بزرگ، مادر بزرگی، عجب عجب روزگاری ها، عجب آدم بهش خوش میگذره. باورتون میشه یه فستلی، برای یه فستلی که 4 ماه شده من حاضر شدم رژیم بگیرم؟ رژیمم نه، حاضر شدم کم بخورم، به اندازه خودم بخورم. من نه که بچه سوم خونه بودم، فکر کنم اون دوتا داداشم نمیذاشتن من چیز زیاد، یعنی چیزی هم زیاد نبود تو خانواده های ایرانی، واقعا خونه های کارگری مثل منو. من فکر کنم هر چی گیرم میمده میخوردم. باور کنید من هنرستان که میرفتم وقتی میومدم خونه، خب چون بعد از داداشام میرسیدم، اونا 12 زور تعطیل میشدن، ما 2 تا میرسیدیم خونه با دو چرخه و پلیس بگیر و فلان، اینا میشد 3 بعد از زور. یک دیس چیه؟ یک سینی برنج میخوردم. ولی حالا این فسفلی کوچولو که آمده برای که بتونیم از این نگهداری کنیم، باش استخ بریم و اینها، مجبور شدیم یه کمی به خودمون چیز کنیم. الحمدلله تا حالا یه 10 پوندی کم کردم. دعا کنید من یه 20 پوندی دیگه کم کنم و بیام زیر 200. الان بالای 200م، 100 کیلو. واو، وای خدا بالکول، چی میگن این آبادانیا، خدا رو کول کاکو، این همه خوردی قد یه قد یه فیل. خب ببینم چی میگه. در حزب خران نام من را هم بنویسید لطفاً. والا سالها پیش ما تا گفتیم میخوایم حزب خران را بندازیم، یه نفر از انگلستان زنگ زد، آقای سوربی حزب خران رو ما داریم و اینجا اینجور و اونجور رو. گفتیم خب دیگه مگه ما مریضیم بیان را بندازیم دیگه، میان تو طویله شما. آقا هیچ خبری نبود، اونم یه دروغ بی خود نبود. واقعا این حزب خران، شما میدونید دموکرات ها آرمشون آرم خره و ریپابلیکن ها آرمشون علامت فیل هست. حالا نمیدونم میگن میخواد طرف فیل هوا کنه، این از ضرب المثل ایرانی است یا به خاطر این برنامه حزب جمهوری خواهان آمریکا هست. بذارید من براتون بیارم بنویسم که ریپابلیکن لوگو یا بنر. بله ببینید عکسای فیل رو نگاه کنید، به انواع مختلف اینجا بهتون نشون بدم. ببینید از جی او پی گرفته، اینا همه فیل و فیل و فیل، این یکی هم خره، این وسط قاطی اومده. بذارید حالا براتون اینجا ببینیستم دموکراتیک مثلا لوگو. اوکی دموکراتیک لوگو، ببینید این چی میاد. بله اینم نگاه کنید، عکس یه سری الاغ هست. بعضی ها میگن این الاغ نمیفهمه. اتفاقا حالا که کتاب قاجار رو میخونم، باز در مثل مناقشه نیست، فکر میکنم شاید این قاجارها مثل الاغ عمل کردن، دیدن اگر طبق خواسته خارجی ها را نرن و عمل نکنن و اون قرارداد را نبندن، هم آخرش مثل رضا شاه و مثل مصدق و اینا در به در و بدبخت و فلان میشن. اینه که باره رو میبرن، بعدم میان قشنگ یه کاهی یونجهی میخورن. چی بگیم دوستان؟ خدا وکیلی از خودتون سوال کنید تو چه برنامه ایرانی اینجوری با شما خودمونی بی پرده صحبت میکنن؟ تو چه برنامه ایرانی به شما دروغ نمیگن آقا شما بچه کوروش، این بچه های کوروش احمق اومدن یه خانم فرانسوی رو نوشتن که این نمیدونم دختر ایرانیه، گوینده فلانه و گفته که من فقط با کسی ازدواج میکنم که فرزند کوروش برای من درست کنه. اگه یه همچین چیزی گفته بود با تیپا از اون استیشن میکردنش بیرون. و
برای آقای آریانپور نوشتم آقا تو رو خدا اینا رو پخش نکنید، اینا رو یکم تحقیق کنید، بزنید ببینید این عکس رو بذارید به گوگل سرچ ببینید این عکس مال کدوم، مال کیه، از کجا اومده، درستان نمیدون. خب فعلا که ما با هوشنگ عزیز میخوایم بریم توی حزب خرام. آقا این هوشنگ خودمونی، وای خدا بگم چی کارت کنه، هوشنگ با آیپد اومده. خب آها این آیپد بهت گفتم هوشنگ جان، اشکالش اینه که یعنی حسنش این بود اون وقتا که بدون سیم بود و یو اس بی و اینها نمیخورد، ولی عیبش هم هست. یه شعری هست میگه چون که عیبش همه گفتی نمیدونم حسنش بگو اینا، اینا آقای شهافر همیشه استفاده میکنه. خب خیلی خوشحالم که هوشنگم با ما هست. خب هوشنگ جان اگه یه وقتی آمدی واشنگتن، من دروغت نمیگم بگم آقا بیا خونه ما قدمت رو چشم، خب قدمت بذار رو چشم من، من کسی که بهم دعوا کنه اگه خوردم زمین قدمش میذار رو چشمم، شما اگه بیای اینجا زنگ بزن سورنتو برنامه داشته باشه، شمشیری چه لوکبابی بخواه، یه جایی بخوای بخوری، گرچه شما که از کانادا کالیفرنیا میان شلوکبابی ها اینجا به دردتون نمیخوره، در صورت میریم با هم یه قهوه ای یه چایی یه آبجوی میخوریم برمیگردیم میایم. من باور کنید وقتی میرم مسافرت دوستان حتی هتلی رو که گرفتم پس میدن، به زور ما رو میبرن خونه، ولی میبینم هم من مزاحم اونا هستم هم اونا مزاحم منن. براتون خیلی ساده میگم، آقا من صبح ساعت 6 بیدارم، چه شب ساعت 3 خوابیده باشم چه شب ساعت 9 شب، ساعت 6 صبح بیدارم، یعنی هوا که روشن میشه من بیدارم و همون موقع هم گشنم. خود دیگه دفع شدیم 230 پوند این گشنگی از صبح علل طلوع. خب و خانم من باید وایس سر صدا نکنم صابخونه خوابه، ولی اگه تو هتل باشی اگه قهوه تو اتاقت باشه، دوستان تو این چیزایی که تو اتاقتون تو قهوه و اینها قهوه درست نکنید، خدا میدونه این مسافرای قبلی چه کار باش کردن، ایرانی باشه به جای آفتابو برده تارت گرفته، آمریکایی این جوانای دیوونه باشه خدا میدونه چه کار کرده کجاشو کرده توی این چیزای مریض، در صورت برید اقلا اونجایی که عمومی هست 7-11 و استارباکس و نمیدونم اینا، اقلا اونجا سالم تره. اینم از این. در هر صورت هتل مال مسافر، مسافر مال هتل، اومدی اینجا زنگ بزن در خدمتت باشیم، یه نهاری شامی و چایی قهوهی آبجوی با هم بنوشیم. خب ببینم چی نوشته. بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان. هوشنگ جان اجازه بده من اینو برای شما پست کنم، پولم نمیخوام، شما این همه لطف کردی به تلویزیون مردم، من این کتاب بازنگری در تاریخ قاجاری و روزگان آنان رو برات میفرستم. این نوشته آقای ابو نصر عزود هست، بله از قاجارها هست و نوشته که The Qajars and Their Time by ابو نصر عزود. به نظرم کتاب جالبیه، ایشون هم یه طرفه گفته و درستم همینه. آقا من بارها گفتم شما ببینید این یه جنس، من بلندش میکنم به شما میگم این چی نوشته، شما میگین نوشته توتال، اگرم آلمانی بخونی نوشته توتاله، روی زرد نوشته، شما به من میگی شما چی نوشته، میگم هیچ، سیاه سیاه. شما به من نگو این سوربی سواد نداره نمیتونه بخونه، منم به شما نگم عجب دروغگویه این سیاه رو میگه این، جهتی که شما داری به واقعیت نگاه میکنی چشمنداز یعنی همین دیگه، پرسپکتیو. یادتونه هوشنگ اگه فنی بودی اون وقتا میگفتن هر جسمی سه تا بود داره، یه بود اینجوری، یه بود اینجوری، یه بود اینجوری و یه پرسپکتیو داره. پرسپکتیو اون بود که شما اینو میبردی دورتر، چشمنداز که بعد تو زاویه 30 میکشیدیم، تو زاویه 45 میکشیدیم. من همیشه شاگرد خوبی بودم تو رسم فنی و به خاطر همین رسم فنی یادش به خیر آقای برنافر معلم ما بود، از اون زمان من عاشق رسم فنی شدم که شما چیزایی رو که نمیبینی هم بتونی حدس بزنی که با این سه تا بودی که بهت دادن، مثلا پشت این اگر یه دایره ای هست سوراخ هست شما از اینجا نمیبینی، ولی اون دایره رو به صورت نقطه چین، حالا دیگه درس رسم فنی ندادم، ولی دوستان قبول کنید بذارید واقعیت هرچی هست، هر کسی حقیقت رو از سمت و سوی خودش بگه، شما وقتی نشستی اونجا این واقعیت،
این سمت منه، این سمت شماست. نفر بعدی که نشسته اینجا میگه که سربی میگه سیاهه، این میگه اینه، نکنه این یه جسمیه که دو طرف داره، هم سیاهه هم نوشته. این برای زیر ماوس هست که میزمونو خط خطی نکنه. خب شاید تنها از هم سربی همشری عزیزم نمیترسم، از فرستادن این کتاب قبلا تشکر میکنم، برای سه شنبه پستش میکنم، این فردا و پس فردا یه جایی هستم کار ویدیو میکنم، دوشنبه صبحم باید ویدیو رو ادیت کنم، سه شنبه صبح علل طلوع برات پستش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم آدرس رو داشته باشم، میکنم دارم نمیدونم، اگه ندارم برام تکست کن لطفا با این شماره تلفن تو او تو یا با هر چیز، میکنم دارم، ولی اینقدر چیزا پخش و پره هست که بله گذاشته بودم، والا میخواستم برای یه کارت تشکر بفرستم، اونم شرمنده. ما جوان که بودیم، موقعی که دیگه آبجو خور شده بودیم و دستمون به جیبمون میرسید بتونیم دو تومن پول آبجو بدیم، بعد دیگه رفتیم رستوران، دیگه یه رستورانی بود اگه اشتباه نکنم فلکه گاز یا فلکه گاز خودمون، نه فلکه گازوا، این هر کی گفت فلکه گازو شما بفهمید شیراز نبوده اصلا، فلکه گاز. یه رستورانی بود به نام طبق بستان، دو طبقه داشت، ما وقتی می رفتیم اون طبقه بالاش با داداشم و بهروز و احمد و چند تا دوست دیگه، و یه آقای مسنی اونجا بود به نام آقا عبدالله. این آقا عبدالله معروف بود، همه ما می دونستیم چون می دیدیم وقتی هم که برای خوراک برای یکی دیگه می بره از خوراک اونا هم کش می ره می خوره. اینم یه بدبختی بود. اینجا داداشای من تو رستوران کار کردن، میگه که ما اول ظهر که میرفتیم مثلا بعد از ظهر که برای شب آماده باشیم، بهمون میگفتن میتونی یه خوراک، اونم خوراکای مخصوص که گرون نباشه بخوری، چرا سیر باشی که نون این مشتری رو ندوزی، مرغ اون یکی رو ندوزی. دزدی اینجوری شروع میشه، گشنه نگه داشتن. این آقای مرداد مجاهد برای من نوشته بود اینها همه مش فاسدن، این زنایی که اومدن و گفتن مسعود رجوی اینجوری با ما عمل کرده فاسدن. من بهش میگم آقا اگه یه دختری فاسد شد رفت تن فروشی کرد، آیا پدر و مادر این، برادر این، خواهر این، خانواده این مسئولیتی دارند یا ندارند؟ اینی که 20 سال 25 سال تو خانواده شما بوده، شما بهش میگفتی خواهر نمیدونم بتول سلطانی، خواهر زهرا معینی، خواهر هرچی، اونم به شما میگفته برادر، حالا رفته شما بهش میگید هرزه که هرزه نیست. ولی اگر قبول کنیم که هرزه هست، آیا درباره هرزه بودن شما خود رو مسئول میدونید؟ یک مشت برم ورداشت نوشته هیتلر این کار کرد، خمینی این کار کرد، بابام سوار دوچرخه شد، من سوار سه‌چرخه شدم. بعد نوشته که بعضی ها اصلشون جنده است. آخه شما ببین مرداد، آخه این میشه منطق؟ بابا این طرف نزدیکتر از شما بوده با رجبی، این تو دفتر بوده با کامپیوتر اونجا کار میکرده، بعد هی رفته 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 جلو دیده آقا خیلی خرابه. شما این صحبت های آقای عیسی آزاده، محمد کرمی، این دوستان برنامه کانون قبل از من، برید نگاه کنید، الان هم رو تلویزیون مردم هست الحمدلله، این فیسبوک خیلی کمک بزرگی شده به ما، و رو فیسبوک که میذاریم بلافاصله تو بایگانیش هست. شما یک کمی بالا و پایین برید، وقتی میزنید فیسبوک یک کم سب کنید. تنها عیبی که از من از فیسبوک میتونم بگیرم اینه که صفحه رو باریک میکنه که باقیش چی بفروشه، خدا به درشم بیامرزه، اما مجانی در اختیار ما گذاشته، پولم از اون نمیگیره، خدا میدونه چند روز دیگه هم شاید بگه پول بده. و این چیزا هی میره پایین، اون جدیدی که شما میذاری اون یکی میره پایین. طرف باید یاد بگیره طرز کارشو، طرز کار وسائل رو یاد بگیرید، از وسائل و ابزار و ادوات به نحو احسن استفاده کنید. هوشنگ ترسو SMS رسید، ممنونم. شما ببین دوستان این مرتب بودن ها، واقعا من بعض وقتا میگم برو تو آینه خودت ماچ کن، دلم میخواد اینجا بودی این لپات میگرفتن
این لپای نوم رو کم کم دارم میگیرم، دخترم میگه بابا ولش کن. این مرتب منظم بودن خیلی خوبه. الان من با این آقای محسن نادری نژاد دارم روزها، نه یکی دو روزی، یه بحث میکنم که آقای نادری نژاد شما اگه از تلویزیونای کوفتی ستلایتی اومدی بیرون، از تلفنم باید بیای بیرون، یا تکست یا ایمیل یا نمیدونم فیسبوک مسیج یا چت یا اینا رو باید بیای. اینی که من سه تا چی برات میفرستم، سه روز دیگه زنگ میزنم میگم رسید، شما میگی بله، میگم خب آقا جواب ندادی، من میگم آها باید جواب بدم. آره بابا به کوه هم که حرف بزنی یه جواب بهت میده. خب من یه ویدیو برات میفرستم، دوستان چرا زنین دات کام متاسفانه فقط تا امشب کار میکنه، چون منتظر همین آقای نادری نژاد بودم که تصمیم بگیره که میخوای وبسایت خودتو داشته باشی، تلویزیون خودتو داشته باشی، یا میخوای تو تلویزیون مردم. امروز که جمعه هست هنوز چی نگفت، 12 امشب چرازنین.com خاموش میشه. چرازنین.com رو شماهایی که با آیپاد و نمیدونم مک و اینا هستید نمیتونید ببینید یا بگیرید، ولی میتونید روی گوگلتون یا روی سرچتون هر چیه، یا هوئل بینگ هر چی، روی اون تایپ کنید چرا زنین، ویدیوهای ایشون رو ببینید. اینم از این. ممنونم از هوشنگ ترسو TNT، ترسوی نادان و چی تنبل. آقا کلی اون روز خندیدم، جالب این بود که میخواستم بنویسم، بعد گفتم ای داد بیداد الان من بنویسم، طرف تو پستخونه میگه آقا TNT تو اینه، برات یه ماجرای بگم. من سالها پیش که رفته بودم سراغ ساز و تار و اینها، ای کاش به همون مونده بود، خیلی علاقمند شده بودم. تار اینجا می‌خریدم، تنبک می‌خریدم، خونمون که میمدی حرف سیاست نبود، میگفتم بلدی تار بزنی؟ میگو آره. میگفتم این بگی، آقای کشاورزی ها میمد ویالون میزن، آقای کابوسی میمد تنبک میزن، خود منم یه دیندلینگی تار میزدم، هی عشقش بهت چی میکنه. به این میگفتیم ستار برامون بفرست، به اون میگفتیم فلان. اینها معمولا به کسایی که دارن میان نمیگم برای من قربون یه ستارم بیا. این بدبخت خودش هزار تا مکافات داره، کلی مربا و سبزی خوش شده و نمیدونم این چیزا بهش دادن بیاره. بعد حالا من بهش میگم برای من یه ستاری ورده بیار، که اونم بعد دروغ به من بگه، بگه آوردم تو راه شکست، یا آوردم از من گرفتن، یا آوردم آقا میدونی چطور شد، تو ترکیه گذاشتنش رو گاری دزدیدنش. حالا منم تازه شرمنده بشم، باید یه پولشم بدم دیگه. من قشنگ یه آقایی که دانشجو بود و دکترای دندون پزشکی داشت میخون، نریمان عزیز، بهش گفتیم آقا ما هر وقت کتاب خواستیم به شما میگیم، کتاب و چیز کن بفرست بیاد، یه پولی که به پستخونه میدی همون قدم به شما میدیم، شما اندازه پست زحمت میکشی دیگه بیشتر. تازه اینم قبول کرده بود، اونم همیشه تشکر میکرد. الانم شده دکتر زبردستی، اتفاق بهم گفته اگه دندوناتو خواستی درست کنی بیا. گفتم والله هنوز به این شواه اللهیا دندونم رو نشون میدم، دندونام خوبه. و این برای من میفرستم. چندین سال پیش بعد از اون ماجرای 2001 که خیلی همه دیگه حالا فکر میکردن بمب زیر فلانجاشون میخواد منفجر بشه، از پستخونه من زنگ زدم، پستخونه مریفیلد، که مستر سوربی؟ یس. اون که دیدی با همون حالت شیرازی، بله بفهم. خودتی؟ بله آکاکو بفهم. گفت که شما یه بسته‌ای برات اومده اینجا و این صدای عجیب غریب میده، میشه شما بیای اینجا؟ گفتم من منتظر یک چیزی هستم مثل گیتار، چه چیزی برای شما اومده؟ گفت اتفاقا باکسش شکلش مثل همین گیتار و میوزیک اینسترومنت هست، آلات موسیقی، ولی صدای عجیب غریب میده. گفتیم این بابا خودش که نباید صدا بده، این اگه یه کسی مزراب و به اصطلاح زخمه بهش بزنه، این بدبخت آلت موسیقیمون هم زخم بهش میزنیم، میگن این مزراب یا ناخونتو که تیز میکنی زخم میزنی به این دل و جگر این ساز و اینها. خلاصه ما هم بلند شدیم رفتیم اونجا، چهار نفر اومدن احمقا، حالا اون پشتم شلوغ. بعد بهشون میگم خب اگه تو این بمبه
شما اینو نگه داشتید تو این ساختمون، خب میبردید میذاشتید یه جای بتونی و اینها، بعد یه رباتی رو میبردید اونجا یا باز کنه، یا به من میگفتید بیا شما که الان اومدید اینجا من اینو باز کنم منفجر بشه، تم شما چهارتا همین بیرونی ها کشته میشن. آخه این بمب خطرناکیه. بعد یه نگاهی میکنن خودشونم میدونی رو خودشون نمیارن که چقدر نادان و احمقن. خلاصه باز کردم. حالا ما به این دوستمون گفتیم اینا رو وقتی میخوای بفرسی این سیماشو شل شل کن، چون ستار نه ولی تار چون روی پوست هست با تغییر هوا گرما سرما و اینها اینجا ممکنه کشیده بشه پاره بشه. گفتیم اصلا سیما رو با شل شل کن، یعنی اون کوکشو به هم بزن. این بنده خدا با ستار گفتم خب این چوبه دیگه، پوست و اینا نیست که این کارو بکنه. فرستاده بود و به اصطلاح و اینا جابجاش که کردن اینجوری وقتی میزدن این زمین اینو گفته بینگ صدا میداده. گفتم آخه شما احمقا اگه این که روش نوشته شکستنی، این دوست خوب من آقا نریمان با انگلیسی نوشته فرجل، واقعا با دقت حمل و نقلش میکردی این صداه از دست در نمیاد، این صداه از دست شما نادانها اومده بیرون. صحبت از ستار شد. من یه دوستی بود به نام آقای محمد امان، من بهتون گفتم وقتی اومدم تو کار تلویزیون اون موقع پول خوب میساختم، واقعا با ایرانی ها کار نمیکردم پول خوب میساختم. بعد این آقا اومد هنرمند بود، ما تو کار ساز و اینها بود، میرفتیم خونهش از خونهش سوارش کن. الان که فکر میکنم میگم عجب احمقی من بودم. خب بهش بگو آقا تاکسی بگیر بیا من پول تاکسی رو میدم، ببرشون بیرون دعوتشون کن، اونام که همه مفتخور. آقای محمد امان اگه میشنوی دارم میگم، شما هم حق داری دفاع کنی. این آقای محمد امان جوانی هم بود و اینها، از اینایی که تو تار اینجوری میزنه، تار ترکی تار ایرانی اینها. بعد وقتی خواست بره، آقا تا میفهمن تو پولداری یه جوری چاقو رو میارن پوستتو میکنن. تا فهمید وضع ما خوبه که آقای صحبی من توی فرودگاه وقتی از کانادا رفتم نمیدونم لس آنجلس اومدم اینجا، اینا به من اذیت میکنن چون این تار پوست حیوان داخلشه و این سگا میان بو میکشن، اینا کلی منو معطل میکنن، اگه امکان داره این دوتا تار رو بخر. گفتم بابا من دیگه تار ترکی برای چی میخوام؟ هنوز سطح من بالا نرفته به این بالایی تار بزنم. من همین پایین این تار رو بغل میکنم. این بغل کردن تارم من نمیدونم از کجا اومده، شکلش رو نگاه کنین یک کمی حرف توشه، چرا مثل گیتار یه بندی نمیبندن بهش آویزون کنن وایسن. در هر صورت ما دو تا تار از ایشون خریدیم، یه تارشو بعد که دیگه تارا رو فروختیم رفت، یه تار هیدر تاری مونده که خیلی هم تار خوبیه، گویا باکو یه شخصی هست به نام هیدر تاری و این تار تارای ترکا 12 سیمه هست و 9 سیمه، این 9 سیمه است. اگر کسی اینو خواست اینم یه پولی بدید ما بفسیم بیام. والا اون زمانی که من خریدم فکر کنم نزدیک 1500 دلار برای این دادم، 1500 دلار برای اون یکی دادم. اون یکی و همون 1500 دلار یه خانمی تو برنامه زنگ زد گفت آقای سوربی شما این پولی رو که دادید به آقای محمد امین، خودشم نشسته بود، من به شما میدم، اینو برای پسرم میخوام، ولی این یکی الان سالها مونده و باور کنید هر وقت من میرم تو این اتاق میبینمش، بسته‌بندیشم کردم بفرستمش فرانسه برای یه دوستمون و پول پست گفت 140 دلار. گفتیم بابا 140 دلار، به اون دوستمون گفتیم آقا شما چند میتونی برای این بدی؟ گفت من 250 دلار بی. گفتیم با 140 دلارش هم ما بدیم پستخونه. والا دو بارم رفتیم اومدیم بعد، ولی دیگه شرمنده نمیتونیم، 1500 دلار خریدیم، 150 دلار 140 دلار هم بدیم پست، اینقدرم برو بیا. خلاصه مونده اگه کسی خواست بذار ببینم عکسش میتونم پیدا کنم. روز جمعه ما یه تار چیز بفروشیم، بذارید گذاشتم تو فورسل. از وقتا پیش خودم میگم چقدر من آدم مرتبیم، اینا همه رو فایل و فولدر و اینها بعد هر چی میگردم پیداش نمی کنم. به به پیداش کردم، چه تصویری چه سازی، بذارید براتون این رو بنوازم. این آهنگم اروا امم خودم زدم، از روی یوتیوب کش رفتم برای شما الان پلی میکنم، گوش بدید یه کمی گوشتون به من اجازه بدید. این کی سوربی حالا دیگه شد چوب تو سر طلا وایس وایس شما به این نتیجه رسید. ای بابا من خیلی خوش اومدید. این شما این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم دستر تا سر جهان، ضمن امروز کجا هست اصلا این ویدیو فیسبوک؟ ای داد بیدا بذار من صدا رو ببندم ببینم آقای خداوندلو چجوری اومدی تو بدون سلام و احوال.
ای بابا بذارید ببینیم. آها فهمیدم، ویدیوی اون روز رو گذاشتم رو چیز، اینجا داره کار میکنه، هنوز هم هستش خدایا، اینجا داره کار میکنه. حالا چی؟ نیستش. بله خب، نادان تنبل ترسو، این میشه انتیتی. اوکی اینجوری میتونم بنویسم. از تی انتی گذشت. اتفاقا دوستمون پتیک که خیلی مطالعه داره و بیشتر چیزها رو میدونه برای من نوشت که این تی انتی که تو فیلم ها میدیدیم، و من شیمیم خیلی بد بود، فیزیک عالی ولی شیمی همیشه 7-10، اصلا نمیفهمیدم اینا چی میگن، و اون برام نوشت که چه فرمولی بوده. خب حالا میخوام براتون این تار رو نشون بدم، اگر کسی مایل بود داشته باشد شو، عکسای زیادتری هم خواست میتونم براش بفرستم. حالا من برای که یک لیوان آب بنوشم، یک لیوان نه جرعه آب بنوشم، این رو هم براتون میذارم. یک ساز آذری باید بشه. من این آذری چیه، ترکی چیه، اینا رو هم نمیفهمم. میگی آذری، طرف که ترکی میگه آقا آذری هستم، من ترکم. میگم بابا حالا چاقوتو بزن زمین با هم دیگه آب گوشتمون رو بخوریم. بفهمه براتون نزنم. یادم افتاد که وقتی من اینو فرستادم برای اون دوستمون که در پاریس هست و از نوازندگی معلومه که سرش میشه، گوه های سوربی، ضمناً این قطعه موسیقی که گذاشتی با این نوتار به اصطلاح زده نمیشه. حالا ای کاش که این ساز رسیده بود به دستش و اون نشسته بود و این رو گرفته بود در بغلش یا گرفته بود اینجا و میزد. ببینید چیه. اگه کسی میخواد اینو داشته باشه، حالا حتی به عنوان دکور، یا این یه مبلغی رو بگه که نه چوب بسوزه نه کباب. ماجرای چوب و کباب بهتون گفتم، اون قدیما سیخی کباب نبوده، وقتی میخواستن کباب کنن چوب درخت بیچاره رو میشکستن و میزدن سر به اصطلاح گوشت رو میزدن سر این چوب ها و یادتونه میگفتن کباب انجیر. من همیشه میگفتم کباب انجیر یعنی چی؟ چوبش مال درخت انجیر بود و این چوب بیچاره وقتی داره اون گوشت کباب میشه، اون چوبه هم داره روی آتش به اصطلاح خشک میشه، طعم اون گیاه هم میره داخل این و اینها بمانه. این که یه جوری باشه که نه چوب بسوزه نه کباب، اونایی که متخصص بودن اینا همچین جا به جا میکردن که نه چوب بسوزه نه کباب، و از اون موقع هم رسم شده بعدن که میخواستن این چوبا رو درست کنن، چوبا رو خیس میکردن که تا این حالا میخواد گرم بشه و بسوزه اون کباب پخته شده باشه و بره دنبال کارش. حالا از این چوب خیس کردن چیا یاد گرفتن؟ آخوندهای مکتب، ملاهای مکتب و متاسفانه معلمای مدرسه، ناظم مدرسه. چوبو مینداختن. یادتونه شنیده بودید میگفت دیر بیای مدرسه چوبت بخیسه. ما میگفتیم چوبت بخیسه یعنی چی؟ منظورش این بود که چوبه رو ما خیس کردیم که وقتی میزنیم به تو نکنه یه وقت چوبه بشکنه. چنان این مثل دوستان، اینم زمان شاه بوده، حالا یه عکس میفرستین که تو زمان اینها پسره رو زدن دختره رو زدن. بابا ما کارم ببخشیدا، والا شاه هم گاهی وقتا من دلم براش تنگ میشه. ما کاری به شاه و شیخ نداریم، خودمون بدیم. این آدم احمقی که ادعای همشهریگری میکنه با من، بعد برمیداره نامه مینویسه، میره زحمت میکشه تمبر قلابی پیدا میکنه، میره زحمت میکشه پاکت دیگه پیدا میکنه، میره زحمت میکشه خطش عوض میکنه، میره. آقا من که اینجا میگم تو بیا حرفتو بزن،
ترسو بدبخت. خب ما بدیم، بیان بگید ما بدیم، نمیفهمیم، درست بشه بفهمیم. چرا این هوشنگ اسم خودشو گذاشته ترسو؟ آقا از همه دیگه وحشت میکنه، الحمدلله میگه از این یکی نمیترسم. خدا کنه من هم عروس تعریفی نشم، یه وقت همین هوشنگ فردا بره یه جایی بگه آقا این سوربی بود ما ازش نمیترسیدیم، چنان بلایی به سر من آورد که از نمیدونم قول بی شاخ و دومم بدتر بود. دیگه امروز خیلی حرف زدم، من هم میخواستم یعنی چیز کنم، این چیزها رو نشون بدم، چی میگن بهش، خدا کنم. میخواستم این پرونده لایو رو تموم کنم که این پرونده لایو هم فکر کنم روزی تموم بشه که منم جلوی تلویزیون بمیرم. بله، میگه که سلام آقای سوربی، یک دنیا ممنون از توجهات شما. بله میتوانم مصاحبه ویدیویی و یا تلفنی داشته باشم با شما، تلویزیون و اخبار این انگلیش. اوکی، یادتونه من بهتون گفتم یه آقای هست به نام محمد شریفی توی زندان آمریکا، تو قسمتی هست بهش میگن دد رو، این رو یعنی مثل ردیف و اینها، یعنی تو صف اعدامه و دارن یه عده‌ای تلاش میکنن که این بند خدا رو، اینا میگن این بیگناهه. تازه یه عده دیگه هم هستن میگن مثل من که نمیدونم بیگناهه، من میگم حالا گیرم که گناهکاره، به قول آقای دکتر طهماسبی عزیز که امیدوارم عمرش طولانی باشه اگر سالم باشه، واقعا اگه آدم مریض میشه میفت رو تخت این بیمارستان ها همون بهتر که دیگر نمیخوایم آرزو مرگی کسی بکنه، ولی خودش راحت بشه، خانوادش هم راحت بشه. در حسن میگو که صحبی جان، اون موقع من احمق بودم، نادان بودم، طرفدار کپیتال چیز بودم، پانیشمنت. میگفتم خب یکی زده داداشو منو کشته باید یکی بکشتش دیگه، حالا یا من یا دولت. میگفت من و تو به این جون ندادیم که ازش بگیریم، من و تو به این شهروندی دادیم، شهروندی رو ازش میگیریم، اخراجش میکنیم از این شهر، میذاریمش تو زندان پهلو خودش باشه تا قدر همین آدما رو بدونه که دفعه دیگه به خودش بگه چه غلطی کردم اینو کشتم، ای کاش زنده بود. در صورت آقای محمد شریفی دو سه روز پیش برای من یه ایمیلی فرستاد، قبلا هم یه خانم یا آقای دیگه ایمیل فرستاده در اینها، و توی این ایمیل نشون داده که ایشون توی حمام آمریکایی‌ها بهش حمله کردن، چاقو، می‌دونی خودشون چاقو درست می‌کنن تو زندان، با چاقو زدن دستش رو زخمی کردن و اینها و تلفنش رو دزدیدن و اینها. و من گفتم نگاه کنید توی آمریکا اینجوری زندانی‌ها اگه تلفن داشته باشن اونای دیگه به هوای تلفن میان میخوان بکشنشون، تلفنشون رو بدزدن اینها، و توی ایران طرف میشینه مصاحبه انجام میده با وایس آف امریکا. حالا از این دوستون پرسیدم آقا شما اینجا امکان داره صحبت کنید؟ ایشون گفته بله، ترتیبی میدم که توی هفته آینده ساعتی که با ساعت محل اینها نمیدونم تو ایندیاناس کجاست بشه اجازش بدن با هم صحبت کنیم. ایرانیان بله نوشته که ایرانیان ددمن این امریکن دد رو گریویارد اکچوال اینسنت، میگه که ایرانیان ددمن شما مرده که نیست، خدا کنه زنده بمونی، ولی اینجا اونایی هم که قرار بمیرن با کشنشون بهشون میگن ددمن واکینگ، یعنی این درسته که زنده است ولی دیگه حقیقتاً چون همش فکر اینه که میکشنش به اصطلاح میشه بهش بگیم آدم مرده. در اصل ایشون نوشته که بیگناه هست، گریویارد قبرستون رو میگن گریویارد، گریو یعنی قبر، یاردم یعنی حیات دیگه، حیات قبرستون. ولی یه چیزی هست به نام گریویارد شیفت، شما مثلا ساعت 10 شب که میری از یه رستوران چی میخری، از یک پمپ بنزینی اینها، اون بنده خدایی که اونجا نشسته داره کار میکنه که حالا یا بچه‌شو میخواد بفرسته دانشگاه یا میخواد قسط ماشین نو خانمشو بده که ماشینش سیف باشه تو خیابون نمونه، به اینا میگن گریویارد شیفت، یعنی این موقعی داره کار میکنه که حقیقتا آدم های مرده و قبرستون و این چیزا هستن و شیفت خیلی بدی هم هست، بیچارا خیلی هم مورد تهاجم و حمله و اینها قرار میگیرن. خب خیلی ممنون از یکایک شما دوستان عزیز
اینجا چیزی ندارم به جز اینکه نوشتم ارشاد آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر جلسه 93 شو با شما خواهد بود به نام تحلیل آموزه‌های بهایی. ولی بریم سراغ این پرونده های Today Live. آها، بیانیه حزب پانیرانیست رو خوندیم، اون نامه احزاب مختلف رو خوندیم، آیا ما شیرازی ها تنبل هستیم خوندیم. اینو برای هوشنگم میفرستم که اگه یه جایی یه کسی به نادانی بهش گفت تنبل، جواب بده ببین اون کسی که این ماشین رو درست کرد تنبل بوده، اون کسی که این پنکه رو درست کرد تنبل بوده، اگه زرنگ بود مینشست همینجوری به خودش باد میزد، اگه زرنگ بود بارو میذاشت رو دوش خودش میبرد، چون تنبل بوده از بالاخونه استفاده کرده ماشین رو درست کرده، از بالاخونه استفاده کرده چراغ استفاده کرده. و الا شمایی که خیلی خیلی تنبل نیستی باید از عصر دود نفت میخوردی تا شب که خوابت ببره، ولی حالا چراغ روشن. بله، ادیسون هم بچه شیراز بود فکر کنم، بچه لب آب بود. لب او. خب، حزبی برای اکنون و آینده در لحظه حقیقت خود. فقط اینا دوستان میخوان یه چیزی بنویسن بزرگ باشه، یه چیزی بنویسن قشنگ باشه. شما این جمله رو برای من ترجمه کنید. آیا این خجالت آور نیست که من و شما ایرانی یه جمله ای رو که میخونیم لازم باشه یکی برای اون تفسیر کنه، ترجمه‌ش کنه؟ آقای بهمن زاهدی که یا یکی یا دو بار مهمون برنامه من بود، ولی ایشون هم از همین مفخورایی هست که از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این سایت به اون سایت پرواز میکنه، هفتگی میشینه مینویسه. اون وقتا نوشته بود هفتنا گفتگوهای هفتنا هفتگی. گفتم آقا کدوم گفتگو؟ این فقط گفت شماست یا نوشته شماست؟ چرا غلط مینویسی؟ حالا دیگه برداشته درستش کرده، نوشته که بهمن زاهدی با انگلیسی اون بالا، مثل اون قسمت بالاش برای خارجی ها میره، پایینیش برای ما میاد. در هر صورت، حزبی برای اکنون و آینده ایران در لحظه حقیقت خود. تو رو خدا یه نفر اینو برای من ترجمه کن، یه بار دیگه براتون میخونم. حزبی برای اکنون و آینده ایران در لحظه حقیقت خود. اندیشه مشروط خواهی همیشه در راه تکامل از سوی دیگران مورد هم مشروط خواهی همیشه در راه تکامل از سوی دیگران مورد حمله قرار گرفته، زیرا کسان محتوای این اندیشه را نفهمیده. دوستان فکر نکنید من دارم مسخره میکنم، ها، این همینو نوشته. میبینید؟ زیرا کسان محتوای این اندیشه را نفهمیده و یا نمیخواستند که بفهمند. ما اینجوری حرف میزنیم؟ ما اینجوری مینویسیم؟ بله، مینویسیم زیرا کسی محتوای این اندیشه را نفهمیده و یا نمیخواستند بفهمند. ضمناً شما وقتی بنویسی کسی یعنی همه نمیفهمند و شما میفهم. آقای نادری نژاد توی صحبتاش یه دو تا اشتباه خیلی بزرگ، مثلا راجع به انتخابات روحانی میگه آقای روحانی شما که میگید این رئیس جمهور منتخب مردم، یعنی 55 میلیون که میتونستن رأی بدن به شما رأی دادن. آقا این حرفا چیه؟ همینجا تو آمریکا که 330 میلیون آدم هست، هر چند تایش که حائز رأی دادن هست، هر چند تایش که میره رأی میده، بعد اونی که انتخاب میشه میگنش منتخب مردم، ولی 100% اونایی که رفتن رأی دادن یا 100% اونایی که میتونستن رأی بدن بهش رأی ندادن، ولی مردم اینقدر دانا هستن که میگه آقا حتی این اگر نماینده من نیست بذار 4 سال اونجا باشه ببینم چه غلطی میکنه، نمیان در و پنجره و بانک و نمیدونم چیزاشونو بشکنن. خب بس، والله همین قدری که خوندیم و حرف زدیم بس. ای خدا این حزب خران رو باز کن تا ما زودتر بریم عضو بشیم. بله، زیرا کسان محتوای این اندیشه را نفهمیده و یا نمیخواستند که بفهمند. در برهه‌ای از زمان انقلابیون 57 مشروط خواهی را برابر با سلطنت می دانستند
و این نه برای معرفی صادقانه اندیشه مشروط خواهی، بلکه برای مقابله با گسترش این اندیشه از سوی آنان به کار برده می شد. داریوش همایون اندیشه مشروط خواهی را با کمک مخالفان این اندیشه ما بین ایرانیان گسترش داد. آقا این گسترش که شما میگی الان آقای دکتر نصر احمدی آمده وایستاده که بیاد هزار تا ایراد از این قانون مشروطه بگیره. اولینش این که میگه این شاهی که مردم بهش رأی ندادن، اگه خواست شاه بشه 4 تا آخوند باید بهش رأی بدن. آقا خجالت بکشید آقای زاهدی، هی نچسبید در کونه یه نفر دیگه آویزون باشید، چون اون خود داریوش همایون بیچاره کی بود که اونجوری اسیر سازمان نمیدونم وزارت اطلاعات و ساواک و شاه و اینها شد، همون کسی که خودش انداخت خودش زندان. بابا خجالت بکشی، تو کدوم کشور زندگی میکنی؟ برید این قانون مشروطه رو بذارید جلو قانون اون ببینید اصلا همچین چیزی هست. آقای دکتر نصر احمدی به وجود شما احتیاط. دکتر نصر احمدی به اتاق امرجنسی چی میگن؟ هیجش کنید. بله خانم مرکل گفت که refugees didn't bring Islamist terrorists to Germany. خانم انجل یا انگل مرکل این صدر اعظم آلمان که بیچاره عکس لختیشو تو جوانی گذاشته بودن چی بوده حالا چی شده، بله البته همون موقع هم چیز جالبی نبود. این وقت گفتن که مولانا نصرالدین خواست سوار الاغش بشه، ببخشید یه بادی ازش خارج شد، گفت جوانی کجایی که یادت بخه، یه نگاهی به دورورش کرد گفت همون جوانی هم هر وقت سوار الاغ میخواستم بشم از خودم یه گازی در میرفت و ما جوانیمونم پخی نبودیم. مرکل گفت که refugees didn't bring، میگه که پناهنده ها تروریست رو به آلمان نیاوردن و میگه که ما هنوز هم و آغوش باز اینها را پذیرا هستیم. ضمن این که میبینید آقای ترامپ هم دیشب برای اولین بار، اونایی که هی شخصونی میکشیدید میگفتید ترامپ گفته من هیچ چیز رو اشتباه نمی کنم، هیچ وقت عذرخواهی نمی کنم، دیشب کم مونده بود که یک کاسه با قاشق بهش بدن شکر بخوره. بله به شکر خوردن افتاده بود، گفت که کلماتی رو که گفته اشتباه کرده، کلمات بدی استفاده کرده و حالا هی میخواد سیاها و مسلمونا، آقا خراب کردی زدی رفته دیگه، اینا رو نمیتونی بیاری. مرغی که پرید دیگه پریده. خود من اینو میگم ولی بلد نیستم، دوستان خودم رو چپ راست ناراحت میکنم. حتی یه ضرب المثلی هست که میگن دوتا برادر با هم دعواشون میشه و بعد که آشتی میکنن خب باز با هم دلخور بودن، پدره میاردشون میگه که بذارید من یه چی بهتون بگم، شما برو یه میخ بزن تو این دیوار، نه توی نرده چی میگیم فنس، تام برو یه میخ بزن اونجا. میرن میزنن میاد میگه این میخی شما زدین اون حرف و پرخاشی بوده که به همدیگه کردین، حالا دوتاتون برید این دوتا میخو بکشید بیاین و به همدیگه بگید که ازت عذر میخوام، روی همدیگر هم ببوسید. همین کارو بچه‌ها میکنن، میرن دوتا میخو میکشن میارن، میگه داداش ازت عذر میخوام، روی همدیگر هم میبوسن. میگه حالا برید نگاه کنید جای اون میخه، سوراخ اون میخه هنوز روی این هست، خیلی وقت میخواد تا این پر بشه درست بشه، یا بتونش کنی، بتونش هم کنی رنگم بزنی، من چون شاگرد نجار بودم بلدم، شما بتونه و رنگم که میکنی هنوز اون چشم زیرک اون قسمتی رو که بتونه شده و رنگ شده میتونه تشخیص بده، هی باید رنگ بمالی روش، هی باید ماسمالی کنی تا درست بشه. اینم از این ماجرا. خب از خانم مرکل بیایم بیرون بریم به طرف تا آخر بخوانید. چشم تخفیف هم نمیده ها این علی شیرازی، هر چی میفرسته اون آخر آخرش جالبه. خب میشه جمله آخر رو بذارید اول؟ ایشون درباره میرزا تقی‌خان امیر کبیر این دلنوشته زیبا رو فرستادن و من خوندم، گفتم داداش جون درسته که امیر کبیر یک آشپز زاده بود
ولی آشپزاده ای بود که از همون بچگی که دست چپ و راستش رو شناخت تو دربار زندگی کرد. اگه اشتباه نکنم زنش هم یکی از همین دخترها یا خواهرها یا مادر این شاه و شازده ها بوده. بعد اینجوری نبوده که حالا چون باباش آشپز بوده فقیر باشه و درد مردم رو بدونه و فلان اینها. تازه باباش هم آشپز معمولی توی چلو کبابی تو بازار که نبوده، آشپز توی کاخ بوده که به اونا گفته اجازه بدین بچم بیاد اینجا. و امیر کبیر هم اشتباه زیاد کرد. امیر کبیر اون ماجرای کشتن سران بهایی و اینها خودش یکی از نقاط سیاه تو زندگیش هست. بعد این دوستمون قشنگ نوشته بود، خیلی قشنگ، ممنونم علی جان، نوشته بود که بله شما درست میگید، من و شما باید افراد بزرگ اونایی که در تاریخمون بودن رو بخونیم از 3-4 جای مختلف. اینه که اونایی که میان میگن دو پهلوی دو پهلوی، نشون داد که اینا نیم پهلوی هم ارزش ندارن. برید ببینید که اینی که از قاجار صحبت میکنه این چی میگه. میگه اگه قاجار این کارا رو نکرده بود پهلوی ها هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. اونا بودن که جاده رو صاف کردن، اینا تو جاده صاف گاری سواری کردن. بمانه خلاصه میگه که نامی است که بی تردید در تاریخ ایران در تاریخ ایران زمین خواهد ماند. من گفتم خدای چرا میگه در تاریخ ایران زمین خواهد ماند؟ در تاریخ ایران زمین خواهد ماند و تا به ابد از او به نیکی یاد خواهد شد. رسیدن یک آشپزاده به صدر اعظمی ناصرالدین شاه مستبد در دوران قاجار نشان از سخت کوشی هوش و ذکاوت بزرگمردی داشت. آها هوشنگ، فکر کنم این کتاب رو سه‌شنبه هفته دیگه این آقا توضیح میده. میگه از خودتون سوال کنید، اگه این آقای شاه مستبد بود و دیکتاتور بود، اجازه میداد به صدر اعظمش، به نخست وزیرش که این همه کار خوب و مفید انجام بده؟ پس نگید مستبد بوده، پس نگید خود رأی بوده. بعد ثابت میکنه که در زمان قاجار تصمیم هایی که گرفته شده بر اساس مشورت و اینها خیلی بوده. و تازه بعد هم همون میدونیم همین قانون مشروطه ای رو که آقای بهمن زائدی فیست میده که آقای داریوش نمیدونم همایون چنین و چنان، آقا اینا تو زمان قاجار نوشتن. و شاه اگه میخواست قانونی رو خوب کنه باید عوضش میکرد، یه متممی، یه تفسری، یه چیزی دست آخونده رو از رو سرش ور میداشت. اقلا بعضی ها میگن این تاج شاه چون سنگین بوده، اینا که طبق میذاشتن رو سرشون میدون چی کار میکردن؟ یه چیزی رو میپیچیدن مثل عمامه بود ولی صاف بود، میذاشتن رو سرشون به دو دلیل. اولا این وسط، این بالای سر که اینجوریه صاف بشه، بعد بین این و این چیز باشه. میگن تاج شاه انقدر سنگین بوده که زیرش یه چیزی مثل عمامه گذاشته سرش، مذهبی شده حاج محمد رضا شاه. البته شاه حاج محمد واقعا حج رفته بوده دوستم. در صورت اینم تا آخر بخونید، شما خودت میدونی من پدرم هم نامه بنویسه تا آخرش نمیخونم. اتفاقا من یک کلاسی رفتم، کلاس تند خوندن، یعنی سریع، نه تند فلفل بزنی بشه، کلاس سریع خوندن که تو انگلیسی هم هست و بهش میگن حقیقتا شما مثل از هر پاراگراف، من هنوز دنبال این میگردم که تو ایرانی ما میگیم مقاله، بعد پاراگراف رو چی میگیم؟ خب سطر یعنی خط، ولی اینجا داره میگه که آرتیکل، بعد میگه پاراگراف یعنی مجموعه چند تا جمله رو یه پاراگراف میگه. در صورت شما به یه جایی میرسید که دیگه چیزها رو نمیخونید و فقط مثل عکس نگاش میکنید با وجودی که نوشته شده است. و اینه که شما وقتی زیادتر و زیادتر بخونید اون قدرت عکس گرفتن از نوشته ها و نوشته ها رو مثل عکس خوندن زیادتر میشه. برنامه آقای یزدان خداوند رو حتما نگاه کنید، اتفاقا ایشون درباره تصویر و خوندن و نوشتن و اینها هم صحبت کرده. اینم از این. خب ببینیم چی میگه این. Hello, we have loved to hear from you for long if you feel more. کجا هست این؟ آها اوکی، مال گروپان. بله خب گروپان یه جایی، ببین یه دفعه چه چیزایی درست میکنن. یه جایی درست شد چند سال پیش به نام گروپان، گروپ آن اینجوری فکر کنم،
یعنی من شما که گروه هستیم میریم مثلا توی رستورانی میگیم ما میگیم مثلا نهار چنده، میگن 10 دلار، میگیم ولی ما 10 نفریم، میگیم خب نفری 8 دلار بدیم. حالا ببین این مغز اینا چجوری کار کرده. این رفته گفته که آقا من 100 تا مشتری برای شما میفرستم. طرف گفته خب به اینا میدم روزی 8 دلار. گفته خب 2 دلاراش بده من. بعد حالا یه جوری شده مثلا من دیروز بلیت یک کشتی میخواستم بخرم، کشتی که چه عرض کنم قایق 20 دلار بود، گروپان میگه 12 دلار. فکر میکنید به اون صاحب کشتی چند میده؟ به اون صاحب قایق زیرو، هیچ. 12 دلار از اون میگیره، تیکت 20 دلاری رو به من میده 8 دلار، با این امید که من که میرم سوار میشم یک ساعت این ساختمونای واشنگتن اینها رو میرم میبینم، دوتا آبجو بخورم، یه نهاری بخورم، یه چیزی بخورم، 30 دلار اونا گیرشون بیاد. اینجوری یه دفعه یه سایتی درست میشه، پول در میارن. اون وقت ما نشستیم اینجا، احمق فخرآور این بچه مزلف دیگه یه نوکری گرفته به نام ادمین، اون بیاد بگی مأمور جمهوری اسلامی. خب میگم خب خار مادر قهبه، اگه من مأمور جمهوری اسلامی هم، اون مأمور جمهوری اسلامی، اون مأمور جمهوری اسلامی، خب پدر سوخته. شما که داری این همه رو میکنی مأمور جمهوری اسلامی و اون وزارت اطلاعات احمقی که نشسته اونجا بی خود نیبریشه توی پدر سوخته میخنده. فرش برنزه کافی دادم امروز برای اینی که اون موقع میگفت از هر 3 نفری که توی خارج نشستن با هم صحبت میکنن، 2 تاشون به هم میگن اون 1 نفره مأمور جمهوری اسلامیه. حالا میگه از هر 3 نفر 3 نفرشون میگن مأمور جمهوری اسلامیه. چرا؟ برای یه احمقی مثل فخرآور. چرا؟ برای یه احمقی مثل این خسرو فرهوه، هر نمیدونم مادرش مال کجاست، باباش مال کجاست. اون وقت اینا خانم ها آقایان پدر سوختا جلو ویدیو ببینید چجوری حرف میزنن، بیرون ببینید، چون ببینید چه پدر سگی هستن که خودشون نمره 1 تو ولد زنا بودن. حالا ولد زنا اینا رو بندازیم دور، حروم زاده و فلان اینا رو بابا ببینید اینا کیان چیان. بلند شده از اینجا رفته ترکیه، ماشین کرایه کرده، خواهرش لخت و پتی برداشته بردن گشت زدن، آقا از بس بد راهی کرد تصادف کرده، آمده بود اینجا میگه مامورای جمهوری اسلامی افتادن دنبال ما، زدن به ماشینمون. مثل همین شناگرای آمریکایی هستن که رفتن با دختر زنای برزیلی شب تا صبح خوش گذروندن، بعد که اومدن رفتن برای که جیش کنن یه ماجرایی درست کردن، بعدم اومدن گفتن پلیس اونجا ما رو گرفته. برزیل میگه آقا برزیل گدا، برزیل بدبخت، ولی آقا اینجا ما پول خرج کردیم، آبرومون رو حفظ کردیم، شما 4 تا بچه مزلف اومدی میگی ما دزدیم، ما نمیدونم باجگیریم. چه باید کرد؟ هوشنگ جان زنگ بزن، پیام بزن، این 202 3 دقیقه میتونی حرف بزن، ولی اون 703 همین که الان جلوم هست 703-957-6150 میتونی تا 10 دقیقه صحبت کنی. ضمناً دوستان شما میدونید که از هر تلفنی از هر جای دنیا میتونید زنگ بزنید، انگلستان، آمریکا، ما 2 تا شماره داریم، با شماره تلفن گوش بدید. اگه دارید رانندگی میکنید تلفنتون رو گذاشتید اینجا، قشنگ شماره تلفن رو بگیرید، یه بارم که گرفتید بذارید توی اون قسمت فیوریت توی کانتکت، بعد بزنید. من الان خودم وقتی یه جایی هستم که نمیتونم چک کنم، برای که بهتون گفتم ما 2 هفته‌ای که 4 روز رفتیم مسافره، رفتیم بریم 5 روز شد 4 روز بارون اومد برگشت، اینم اطفال میریخ هی قطع میشد. الان دیگه من با این سیستمه میزنم تلفن رو گوش میدم، اگه تلفن داره کار میکنه نشون میده دستگاه ما هم کار میکنه، چون اول دستگاه ما باید کار کنه، دوم به اون ویدیو استریمینگ بفرسه، سوم اونا تلفنی ها بگیرن. در اصل اونم یه راهی هست و این هم از این ماجرا. ما هنوز در خم این پوشه لایو یا برنامه زنده امروز موندیم. آقای بهمن زاهدی رو گفتیم و آقای ری رو هم گفتیم، آقای علی شیرازی رو هم گفتیم. این دوست ما آقای مهدی تبریزی، خدایا هر کی میخواد یه کاری انجام بده موفقش بده، ولی اقلن یادش بده که بره یاد بگیره چجوری کاری رو انجام بده.
این بنده خدا سالهای سال زحمت میکشه، ولی به نظر من هر کاری رو که انجام میده موفق نیست. برنامه میذاره، مردم رو میگه 26 بیان چون 26 اسم خداست. اما اگه خدا خداست که هر روز باید روز خدا باشه. حالا یه برنامه گذاشته، من اینو به شما نشون میدم دوستان، تو رو خدا نگاه کنی، نوشته که اینو من دارم مجانی آگهی میکنم، نوشته که 17 و 18 سپتامبر 2016 ساعت 8 صبح از ویرجینیا میریم به طرف اوشن سیتی، یا بله اوشن سیتی، ببخشید ما خودمون اینجا میگیم اوشن سیتی، اوشن سیتی. اولا شما چرا اومدی عکس المپیک رو گذاشتی این بالا؟ میخوای عکس استخر بذاری، عکس دریا بذاری، بذار، ولی عکس المپیک رو میذاری ربطی نداره. بعد زیرش آمده نوشته $26 Teachers University. روی این اتوبوسه میگم ها دوست، خب این همون دنباله فلسفه $26. بله یه زمانی بود این اتوبوس ها $20 از شما میگرفتن، قدیما تا سوارم میشدی میبردن اتلانتیک سیتی $20 به شما از این ژتونا میدادن که بریزی تو دستگاه. الان که دیگه ژتونی نیست نمیدونم، حالا در ازای این $26 اینا $26 به شما کردیت میدن که اونجا بتونید قمار کنید یا نکنید. خب نوشته که celebrate summer round up with us، بیاین پایان گرفتن تابستون رو با هم جشن بگیریم. چشم، چیکار میخوایم بکنیم؟ teacher university welcome you، دانشگاه معلمین به شما خوش آمد میگه. حالا نگاه کنید، ما از بالا اومدیم تا پایین هنوز نمیفهمیم چه خبر. بالا نوشته summer festival، با اتوبوس سوار میشیم میریم اوشن سیتی. اوکی خب حالا رسیدیم اوشن سیتی، بعد دیپارچر 8 فلان، ریترن 5 پی ام، جاینت مکلین سوار میشیم، آدرس شم داده، شماره تلفن. خب ببینیم اونجا چیکار میکنیم، شما ما رو تو اوشن سیتی کجا پیاده میکنی؟ دم کازینو پیاده میکنی؟ دم دریا پیاده میکنی؟ آقای تبریزی قربونت برم دوست عزیز، هدفت ببین چیه. من به دیگران میگم شما هدفت خوبه، برنامه چیه، وسیله چیه، شما هدفت هم معلوم نیست یا اشکال داری چون ترکی و انگلیسی و اینا صحبت میکنی، این ترجمه ترکی انگلیسی فارسی قاطی میکنی یا اکسایدد میشی. آخه قربونت برم کسی که فلایر یا این پوسترها رو چاپ میکنه اینقدرش که نمیاد عکس اتوبوس رو این بندازه، توضیح بنویس. ببینید دوستان، من نمیدونم بتونم اینو نشون بدم ندم، از این بالا تا اینجا اصلا یعنی پنج هشتم، شاید سه چهارم این صفحه رو عکس یه اتوبوس گذاشته با عکس این خانمایی که توی استخر المپیک شنا میکنه. خب آخه سوسایتی، جامعه، کامیونیتی ایرانی که اینجوری این به جایی میرسه؟ بعد بهش میگم بابا جون زودتر اینو بفرست، آگهی تو بفرست، بیا بشین با مردم صحبت کن، بگو ما میخوایم صبح بریم ساعت 8، 3 راه 11 میرسیم اونجا، میبرمتون دم کازونه ترامپ پیادتون میکنم. اینجوری بگو با مردم، این چیه؟ سامر فستیوال اوشن سیتی سپتمبر 17 و 18 2016، نمیدونم تیچر یونیورسیتی ویلکامز یو. اون حزب پانیرانیستمون، اون حزب مشروطمون، اینم آقای مهدیزاده که میخواد یه کار اجتماعی خدایی، البته به همین بنده خدا میگن اینم مأمور جمهوری اسلامیه. خب آخه پف یوزا، اگه این همه آدم مأمور جمهوری اسلامی هستن، همشونم با جان و دل دارن کار میکنن، لابد حقوقای خوبی میگیرن. اگه جمهوری اسلامی این همه حقوق خوب میده، پس دولت خوبیه. ولی شما اونجاتون میسوزه که شما نتونستین پول بگیرید، چون پول نمیدن. آقا پول میدن بی ناموس، برو برای من بگی 25% من به تو میدم. 100 مگه نگفتم آقا من میخوام مزدور باشم؟ بابا این مجاهدا میره $25,000 میده به این کندی عقب افتاده معتاد
که بیاد ربع ساعت صحبت کنه میشه خیس عرق، بعد بو گندی هم میده نزدیکش نمیشونی بری. دوربینی که میگیری حالا عطر و اتکلن زده که بو ماریجوانا و دوایی که خورده و عرق بدنش، بو وقت چه کثافتی میشه. ولی شما بهش بگو آقا بیاد $5 بده، تو که هی میگی مرداد برنامه تو پخش کن، اینایی که شما میگی نمیدونم جنده ذاتن بودن، بیا بگو تا طرف بیا بگه آقا من جنده نبودم، من با خانم رجوی گشتم از نزدیک و اینجور شدم، خانم رجوی اینا رو گفته برید موهای فلان جاتونم بزنید، عطر و ادکلان و حوله مخصوص و مدال. آقا مرداد شما هنوز از مدالی که عکس رجوی روشه خبر نداری، برای که نگاه نکردی، برای که دقت نکردی به برنامه های سوربی. برید ببینید چرا مدال درست کردن و این مدال ها رو از چی درست کردن. این زن و مردای بدبخت مجاهد که گفتن همدیگر طلاق بدید، انگشترهای نامزدی و ازدواجشون در آوردن، اینا رفتن آب کردن عکس این مردکه رو گذاشتن، مردک رجوی، مرحوم رجوی ببخشید، مرحوم رجوی گذاشتن به عنوان جایزه دادن. شب اولی که اینها می‌خواستن برن حمام لختی و هم میگن قاجار سرسره داشته برای زنها برای حرم، توی مردی که تو قرن 20 و 21 این کار کرده توی عراق، ولی کوگوش شنوا. خب پس شد چی؟ این آقای مهدی تبریزیمون یونیورس تیچرز یونیورسیتی، اون پانیرانیستمون، اون حزب، اون اتفاق امروز قرار بود من با آقای ماسالی صحبت کنم. آلمان در سندی محرمانه ترکیه را کانون اسلامگرایان خواند، اینم آلمان. و اما آها محمد شریفی که بهتون گفتم، دوستان بذارید عکسایی بهتون نشون بدم، این کسی که توی زندان هست و نمیدونم یه دفعه به من گفتن ایشون دکتره، بذارید من ببینم. بله این عکس بازوشه که چاقو زدن و خط خطیش کردن توی زندان و حالا مثل که بعد نمیدونم این پانسمانه یا از این بخیه هست که میدونید جدیدن چسب میزنن بخیه میکنن اینها. و ایشون همین در حین برنامه برای من نوشتن که میتونن مصاحبهی داشته باشن به اصطلاح به شرطی که انگلیسی باشه. خب ما که تو آمریکا با آدمای آزاد صحبت نمی کنیم، اقلا بریم تو آمریکا با یه ایرانی تو زندان آمریکا صحبت کنیم، بلکه دو کلمه انگلیسی حرف بزنیم. ساعت 3:56 است، من می نوشم این جرعه آب رو به سلامتی شما. اون وقتا 8 ساعت حرف می زنیم، مثل الان دهنمون خوش بشه، خستمون بشه، چیزهای یادمون بره، نمی شود. جوانی بود و بگذشت، بعد گفت چی؟ گفت بابا همون موقع هم چیزی نبود. خب محمد نوریزاد گفت دعوای اصلاح طلبان با جنای حاکم این است که چرا آنها در قدرت نیستند، در اعتبار با نوار آیت الله منتظری. خب پس یه دسته داریم تندرو حاکم، یه دسته داریم اصلاح طلبان هستن، یه دسته داریم آقای نوریزاد و یارانشون. آقای نوریزاد شما چی هستی؟ اگه بخوای به خودت اسم بذاری چی هستی؟ شمایی که رفتی با آقای خامنه ای، رفتی براشون فیلم ساختی، زندگی مرفعی داشتی و امروز خواسته شما اینه که آقا وسایل منو بدی و خانواده منم اجازه داشته باشن از ایران برن بیرون، شما چی هستی؟ به نظر من که دو بار سه بارم با شما مصاحبه کردم، شما سوپاپ اطمینان رژیم آخوندی هستی. ولاغی ساعت 3:58 است، من از همه شما خداحافظی میکنم، ممنون و متشکرم که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید به دو دلیل: اگر هم عقیده شما هستن با هم لذت ببرید، اگر مخالف شما هستن به این وسیله شکنجهشون بدید. هر نگاه میکنی میبینی سوربی که مزدور جمهوری اسلامیه شما رو هم کرده شکنجهگر خودش. همین این همه شما رفتی زندان، آمدی آمریکا که بیای به دیگران بگی مأمور جمهوری اسلامی هم، خود شما بیا بشین بگو از زندان چگونه با آقای ریچارد پر تماس گرفتی، آقای ریچارد پر بیاد تو اتاق ورد داره بیارتت،
شما به ما بگو چجوری مله ها اینا رو یکی یکی شما رو صادر میکنن اینجا، که همین به این بگی اون، به اون بگی اون، خودت هم قشنگ بگردی. یه دختر آمریکایی به من زنگ زد گفت که من دوست این فخرآور بودم، چیزای خونم رو دزدیده و اینها. گفتم ببین اگه خواستی با اسکایپ باهات مصاحبه میکنم، ولی اینجوری شما برو به پلیس شکایت کن. آقای فخرآور کاری نکن که من توی برنامه بگم هر کسی هر چیزی از فخرآور داره بیاد جلو و بگه، اون وقت گندت میره بالا. همینجوری که گفته بودی رشته ای نمیدونم رادیولوژی خوندم، بعد معلوم شده اصلا یکی میگه این دیپلمم نگرفته، چون سالایی که میگه من زندان بودم و اینها حقیقتا نمیخونه با اون. دوستان عزیز جمعه است، اگر مثل من مشروب میخورید، آبجوی میخورید، دومی به خمره میزنید یا دمی به خمره میزنید که نمیدونم دومیشون میکنه تو خمره برای چی، بنوشید لذت ببرید تا اونجایی که شنگول هستید. اگر خودتون بعد یه مدتی میدونید مقدارتون یکیه، هفت خط نیستید، برید راجع به هفت خط هم بخونید، یه آبجو میخورید، اگه یه جایی یه دفعه موقعیت گرفتتون جوگیر شدید 3 تا 4 تا خوردید، تاکسی به دوستان نزنید، یه کسی رو بکشید، یه کسی رو فلج کنید، خودتون هم بندازید زندان، چند تا خانواده رو بدبخت کنید. پس بنوشید و خوش باشید ولی اسراف نکنید. کلو چی میگفت؟ کلو و اشربو ولا تصرفو. آخوند سوربی. دوستان عزیز روز روزگار و شما خوش، ببخشید خوش گذشت به من. اگه به شما خوش نگذشت یا یه چیزیتون میشه یا باید دکتر ببینید، نمیدونم. خدا نگهدار، دومی دیدم، دوشنبه با شما هستم.